کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. حیات یحیی تصویری واقعی از تحولات اجتماعی و سیاسی ایران در دوران قاجار و پهلوی اول رو نشون میده. این کتاب با جزئیات دقیق تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران از عصر ناصری تا اواخر پادشاهی رضا شاه رو به تصویر میکشه. حیات یحیی اثری ارزشمند برای درک بهتر نقش روشنفکران در نهضت مشروطه است. این کتاب روایت زندگی یحیی دولت‌آبادی، یکی از فرهنگسازان و رجال ارزشمند هست که گره خورده با تاریخ مشروطه ایرانه. حیات یحیی نه تنها یه زندگی نامه خیلی جذابه، بلکه یه منبعی هم هست، یعنی یه منبع غنی برای تاریخ پژوهان ایرانی هم به شمار میاد. حیات یحیی، نوشته میرزا یحیی دولت‌آبادی. میرزا یحیی دولت‌آبادی رجالی سیاسی اصیل و معتمد است که در این اثر خاطرات خود را مبتنی بر رویدادهای مهم عصر ناصری تا دوران رضاشاهی به زبانی شیوا برای آیندگان به ارمغان نهاده است. صفحه 138. معاف گشتن مالیات مزبور به اندازه‌ای در مردم حسن اثر می‌نماید که به صرافت طبع آنها را به چراغان کردن طولانی برای اظهار تشکر از دولت واداشته. دنباله آن کشیده می‌شود تا ماه ذی‌القعدة الحرام که دولت شروع می‌نماید به تهیه دیدن اسباب جشن قرن پادشاهی. میرزا علی اصغر خان صدر اعظم و دیگر رجال دولت برای این جشن تدارک فوق‌العاده می‌بینند. نقشه های مفصل می کشند و می خواهند چند شب تمام مملکت را چراغان نموده در تهران و در تمام ولایات آتش بازی مفصل کرده، خان نعمت پادشاهی را در همه جا گسترده، از طبقات مختلف تا آنجا که بتوانند مهمانی نمایند و هم علما و امرا و بزرگان را به خلعت‌های فاخر از جانب دولت مفتخر ساخته از انعام و اکرام عمومی نمودن به قدر امکان دریغ ندارند. اعیان و اشراف مملکت هر یک به قدر استعداد خود برای تقدیم حضور همایونی تحفه قابلی مهیا می‌نمایند. حکام بلاد و مأمورین دولت در همه جا از داخل و خارج تقدیمی‌های لایق مهیا می‌سازند. شعرا و ادبای مملکت قصیده ها گفته، تاریخ ها و تهنیت نامه ها سروده، شاه را به نام ذوالقرنین یاد نموده، به خود وعده گرفتن جایزه ها می دهند. خصوصا که شاه مقرر داشته آثار ادبی که در موضوع این جشن از دانشمندان مملکت ظاهر گردد به صورت لوحه های نفیس در موزه همایونی به یادگار ضبط گردد. بالجمله تهیه ها از طرف دولت و ملت تا نیمه این ماه دیده می شود و آیت های کهنه دولتی را از بلاد به تهران می فرستند که تجدید گردد. سفرای فوق‌العاده دول برای عرض تبریک و تهنیت اغلب به تهران وارد شده و بعضی در راهند، به زودی وارد می گردند. تجار و کسبه اسباب زینت و چراغانی از خانه ها به مغازه ها و دکاکین می برند. ساعت به ساعت بر زینت و آرایش شهرها افزوده می شود و در تهران از همه جا بیشتر. مقرر است که از 18 ماه ذی‌القعده جشن شاهانه شروع گردد. شاه به خیال می افتد روز جمعه 17 ماه مزبور را محض توسل به ارواح مقدسه انبیا و اولیا و مبارکی جشن و طلب عفو و بخشش از خطاهای گذشته و درخواست توفیق و سعادت در آتیه از خداوند متعال به مزار حضرت عبدالعظیم که به مسافت چند میل در جنوب تهران واقع است مشرف گردد. شاه در این روز نهار را در زاویه مقدسه مهمان صدر اعظم است و صدر اعظم در باغ مادر شاه تهیه بسیار برای نهار دیده است. شب جمعه نگارنده به حضرت عبدالعظیم مشرف شده ساعتی از شب می گذرد.
در یکی از ایوانهای غربی صحن مقدس که متصل به دالان شمالی صحن است نشسته، انتظار رفیقان را می کشد که به شهر مراجعت نماید. در تاریکی زاویه ایوان شخصی در لباس کسبه دیده می شود که صورتش درست تمیز داده نمی شود. این شخص میرزا رضای کرمانی است که گوشه تاریکی سر پا نشسته، دستها را به روی زانو و سر را به روی دستها گذارده، در دریای فکر و خیال فرو رفته، بی آنکه تغییر وضعی به خود بدهد یا کلمه‌ای بگوید. در این حال دو تن از زوار در طرف دیگر ایوان نشسته با یکدیگر صحبت داشته، در ضمن سخن میگویند فردا شاه به زیارت می آید، قرق هم نمی باشد، چون تا کنون رسم بوده است هر وقت شاه به این مزار مشرف می شده صحن و حرم را به کلی قرق می نموده اند. در این وقت که شاه از ملت اطمینان یافته تصور نمی کند کسی در کمین او بوده باشد و هم می خواهد خود را در مجامع عمومی داخل نموده با همه یگانگی نماید، این عادت را برهم زده بی قرق به صحن و حرم وارد می گردد و چیزی که هرگز به خاطرش خطور نمی نماید این است که میرزا رضای ستم دیده دل ریش آماده انتقام کشیدن از ستمگر خیش در میان این جمع بوده باشد. خلاصه به محض آن که از زبان این دو تن از زوار شنیده می شود شاه فردا به زیارت می آید و قرق هم نمی باشد، مجسمه ی فکر و خیال در تاریکی زاویه ی ایوان به جنبش آمده، سر از روی دست و زانوی تحسر برداشته، از روی تعجب می گوید شاه شاه فردا اینجا می آید، قرق هم نیست. نگارنده از دیدن این حال و شنیدن این سخن تعجب‌آمیز از کسی که در ظرف چند دقیقه که به فاصله کمی نزدیک نشسته جز سکوت و بی حرکتی چیزی ندیده تعجب نموده، تصور می‌کند این شخص عارض دلخسته است که می‌خواهد بی واسطه عریضه‌ای به شاه خود داده باشد. رفقا می‌رسند، نگارنده هم به شهر بازگشت می‌نماید. فردای آن روز یک ساعت و نیم پیش از ظهر از خیابان ناصریه به طرف لاله‌زار به مهمانی یکی از دوستان می‌روم. روبروی دری که از خیابان ناصریه به ارگ گشوده است معدودی از غلام‌های کشیکخانه همایونی دیده می‌شوند که در دو طرف خیابان ایستاده انتظار بیرون آمدن موکب شاهانه و حرکت نمودن به حضرت عبدالعظیم را دارند. کالسکه شش اسبه موازی درب اندرون انتظار درآمدن شاه را از حرم سرا می‌کشد. سوارها با حال پریشانی پینکی میزنند. پیداست از نرسیدن جیره و مواجب به فلاکت افتاده اند و از آنها مفلوکتر اسبهای سواری آنهاست که لاغری و پژمردگیشان از ستمکاری رؤسای استبل و صاحب منصبان کشیکخانه در طمع نمودن به علیق آنها شهادت میدهد. بالجمله از وضع سواری شاه و حالت همراهان او آثار ناامیدی هویداست و بدان میماند که در دلها حادثه نزدیک و خطر بزرگی اثر نموده باشد. نگارنده به میهمانی رفته ساعتی از ظهر میگذرد. با یکی از دوستان که شخص بی اعتنایی به دنیا می باشد از بی اعتباری زندگانی این عالم صحبت می داریم که پیش خدمت از در در آمده می گوید سربازهای قراولخانه را فشنگ داده، می گویند در حضرت عبدالعظیم کسی به شاه تیر انداخته کارگر نشده. پانویس: رسم است به سربازان تفنگ می دهند بی فشنگ و در وقت ضرورت با آنها فشنگ داده می شود. ادامه متن: رفیق بی اعتنای به دنیا به من می گوید این شاهد صدق گفتار است که از در در آمده ما را متنبه می سازد. رسیدن این خبر دوستان را متفرق نموده هر یک به جانب منزل خود روانه می گردد. در مردم اضطرابی هویداست. سوار قزاق در شهر می گردد. رجال دولت با یکی دو نفر سوار مسلح حرکت می کنند که اینها همه علامت گذشتن کار شاه است. اما پی در پی خبر منتشر می شود که به شاه آسیبی نرسیده، به زودی مراجعت خواهد کرد. بعضی می گویند مجروح گشته، بعضی می گویند درگذشته و حقیقت امر بر عامه مستور است تا فردای آن روز که مکشوف می گردد. شرح واقع آن که میرزا رضا از آن وقت که در شب جمعه شنیده است شاه به زیارت می رود و قرق هم نمی باشد، شاهد مقصود را در آغوش دیده خود را به آرزوی دیرینه رسیده می بیند، شاید هم از پیش در انتظار چنین روزی بوده است. میرزا رضا از دیر زمان مالیخولیای کشتن ناصرالدین شاه را در مغز خود می پرورانیده.
ستمکاری ها و حبس و زجرهایی که از مأمورین دولت می دیده و می کشیده به این مالیخولیا قوت می بخشیده است. چند سال در موقع تعزیه خانی تکیه دولت که او در غرفه حاج محمد حسن امین الضرب خدمت می نموده، چون شاه برای داخل نمودن به گردش غرفه ها می رسد، میرزا رضا می خواهد با کاردی که دارد مقصود خود را انجام داده باشد، اما احتیاط می کند که مبادا کارگر نگشته کامیاب نگردد و کارها بدتر و سختتر بگردد. و همچنین در مواقع دیگر این عزم را داشته و رعایت احتیاط را نموده دست نگاه داشته است. و آیا از کلمه‌ای که شاه به طور خصوصی زیر عکس او می‌نویسد و در فصل 18 نوشته شده و هم از احتیاط‌های شاه که می‌سپرده است به او تذکره ندهند که وارد ایران بشود نمی‌توان پی برد که شاه نیز از او بدگمانی شدید داشته است؟ میرزا رضا در موقعی که از قسطنطنیه به طرف ایران حرکت می نماید، همین مالیخولیا را در سر دارد و آرزویش در دنیا کشتن ناصرالدین شاه است. معاشرت چندین ماهه اخیر او با سید جمال الدین و حوزه بیداران ایرانی آنجا، مخصوصاً همشهری‌های خودش هم البته این اندیشه را در وجود او قوت داده، او را تشویق نموده است. میرزا رضا همه جا با این اندیشه زندگانی می‌کند. از روی همین فکر در مازندران تپانچه می‌خرد و از روی همین خیال در حضرت عبدالعظیم اقامت می‌نماید. چیزی که محل نظر است این است که آیا امین السلطان صدر اعظم و اشخاص محرم او مانند حاج محمد حسن امین الضرب از باز آمدن میرزا رضا به این مملکت خبردار هستند یا نه، و اینکه محمد حسن خان اعتماد السلطنه چرا مورد بدگمانی شاه می شود؟ اعتماد السلطنه با میرزا رضا چه آشنایی دارد؟ با صدر اعظم چه خصوصیت تازه حاصل نموده و بالاخره به مرگ طبیعی از دنیا می رود یا مسموم می گردد؟ اگر مسموم شد به دست کی و به دستور کی می شود؟ شاید در آینده بشود تحقیقی در این موضوع کرد. حاج سیاح محلاتی می گوید به احتیاط این که مبادا میرزا رضا اقدام به کاری کند که باز موجب گرفتاری من بگردد، به امین السلطان می نویسم میرزا رضا به این شهر آمده، مراقب او باشید، اما او نخوانده و نشنیده گرفته به روی خود نمی آورد. گفتم صدر اعظم از آمدن میرزا رضا خبر داشته باشد و ندانسته بگیرد. بلی ممکن است، چون که صدر اعظم یقین حاصل کرده شاه بعد از گذشتن جشن بی فاصله به واسطه دسیسه کاری های کامران میرزا و ذل السلطان و دیگر دشمنان او رشته امور دولت را از دست وی و از دست برادرانش و بلکه از دست اقارب و ارهامش که در کارند خواهد گرفت و خانواده او را به کلی برخواهد چید و شاید خطر جانی هم متوجه او بگردد. و این حقیقتی است که چندان قابل انکار نیست. چه دشمنی دشمنان صدر اعظم به حد کمال رسیده، شاه نیز از قهر کردنهای پی در پی او به جان آمده، به نقدینه وافری که برادرش میرزا اسماعیل خان امین الملک و بستگان او جمع آوری نموده اند چشم طمع دوخته. بعضی از کسانی که تصدیق دارند شاه باطنن از امین السلطان دلگیر شده و اگر مانده بود و ایام جشنش می گذشت قطعا او و خانوادهش را از کار خارج می کرد، سبب را چنین می گویند که شاه در نظر داشته است به اصلاحاتی در امور مملکت اقدام نماید و با بودن رشته امور به دست صدر اعظم و دست نشاندگان او امکان پذیر نبوده، چه آن اصلاحات به دست رجال تجددخواه بایستی انجام بگیرد و آنها اغلب مخالفین امین السلطانند. برنگارنده صحت این قول معلوم نیست، چه اگر شاه اصلاحاتی هم در نظر داشته است چیزی نبوده که حاجتمند دست تجددخواهان بوده باشد. بلجمله گویند شاه عادت داشته نقشه های خیالی خود را که بعد می‌خواسته اجرا کند از پیش یادداشت می‌نموده. یادداشت‌های مزبور نزد یکی از زن‌های محرم او سپرده می‌شده است. اینجا نظری باید به حرم شاهی کرد، همان حرمسرا که نگارش شرح احوال آن را یک جلد کتاب بزرگ کافی نمی‌باشد. صدر اعظم با حاجت شدید که به باخبر بودن از افکار خفیه شاه دارد، چگونه می شود در این حرمسرا روابط خصوصی نداشته برای اطلاع از اخبار مهم راه مطمئنی تحصیل نکرده باشد؟
به واسطه خواجه سرایان، خدمتکاران و بلکه بعضی از خود خانم‌ها که در محیط مملو از رقابت با یکدیگر زندگانی می‌نمایند و هر یک از آنها همه گونه حاجت به شخص اول دولت، آن هم شخص اول خراجه با اقتدار دارند. یک قضیه خصوصی نیز پادرمیانی می نماید که وسیله خوشبختی و خوشوقتی برای صدر اعظم گشته راه او را تا نقطه قلب و دماغ ناصرالدین شاه باز می نماید و آن این است. ناصرالدین شاه در حرمسرای پر جمعیت خود اخیراً به دختر باغبان باشی خیش تعلق خاطر یافته، این دختر به زودی سوگلی حرم می گردد. پس از چندی به واسطه یه گوشه چشمی که از شاه به خواهر کوچکتر خود مشاهده نموده، مکدر گشته روی خوش به شاه نشان نمی دهد. شاه به هر وسیله برای رام نمودن قلب وی متوسل می گردد. حتی به این وسیله که صدر اعظم این خانم را به توسط خواجه سرایان نصیحت کند. فرستاده صدر اعظم به این بهانه با خانم دختر باغبان باشی ملاقات نموده، قلب رمیده او را از شاه به جانب صدر اعظم جلب نموده، وسیله تحصیل خبرهای خصوصی حرمسرا بهتر به دست می آید و می فهمد که بعد از جشن کار او و خانوادهش ساخته است. از روی این نظریات است که تصور کرده می شود صدر اعظم از بودن میرزا رضا در حضرت عبدالعظیم و از سوء قصد او نسبت به شاه شاید بیخبر نبوده و به برطرف شدن دشمن جان و مال خود نارضایی نداشته است. چیزی که تصورش مشکل است این است که میرزا رضا مدتی در تهران و در حضرت عبدالعظیم مانده جمعی از دوستان او از ورودش باخبر باشند و با همه خبرنگاران که کامران میرزا در تهران و اطراف دارد، شاه و پسرش از بودن میرزا رضا در این شهر بلمره بیخبر مانده باشند. و باز نظرها مختلف است که اندیشه شاه کشی میرزا رضا اخیراً از کجا مدد یافته و اینکه مسبب حقیقی قتل شاه چه اشخاصی می باشند. در صورتی که میرزا رضا اعمال خود ناصرالدین شاه است که به این صورت در آمده و هر مددی از هر کجا به او رسیده باشد از نتیجه همان اعمال می باشد. خلاصه میرزا رضا پیش از ظهر روز جمعه 17 ذی‌القعده 1313 هجری چشم رؤسای خود دام حرم را دور دیده، تپانچه کوچک خود را با دل بزرگ و مغز پر از حس انتقام برداشته با عریضه‌ای به حرم وارد شده، در سمت جنوب روبروی دری که به جانب امامزاده حمزه گشوده است خود را به ذریح می‌چسباند، مانند کسی که التجا آورده باشد و تضرع و زاری به درگاه الهی نماید. چون اول دفعه است که شاه بی قروق به صحن و حرم وارد می شود، زن و مرد در صحن اجتماع نموده که شاه را ملاقات نمایند. معدودی فراش و یساول هم که پیش روی شاه حرکت می کنند، متعرض کسی نشده مردم را پیش و پس نمی نمایند. بدیهی است این چند نفر مستحفظ هم با شاه به ایوان و حرم وارد نشده، همراهان شاه در حرم دو سه تن از خلوتیان و یکی دو تن از رؤسای خدام مزار مقدس می باشند. و اما صدر اعظم به باغ مادر شاه که محل میهمانی است رفته، تنظیمات آنجا را می بیند و مراجعت نموده در سر کوچه غربی که اول بازار واقع است انتظار ورود شاه را می کشد. در این وقت امین الملک در صحن مقدس با رؤسای خدام ایستاده دستور تنظیمات را می دهد که از طرف برادر احضار می گردد. امین الملک با رؤسای مزبور بیرون آمده می بیند صدر اعظم در کالسکه نشسته قلیان می کشد و با وجد و سرور بسیار به وی رو کرده می گوید نوشته مهمی را گم کرده بودم. حالا به خاطرم آمد کجا گذارده ام. این است علت خوشحالی من. صدر اعظم امین الملک و خدام را بی آنکه کاری با آنها داشته باشد احضار نموده معطل نگاه می دارد تا شاه می رسد و همه به اتفاق به صحن آمده شاه وارد حرم می شود و صدر اعظم در میان ایوان با بعضی از رجال دولت قدم زده بیرون آمدن شاه را انتظار دارد. شاه زیارت را تمام کرده به جانب غربی حرم روانه می شود که از در طرف جنوب خارج شده امامزاده حمزه را زیارت نموده برگردد. خدام حرم اندکی مردم را پیش و پس می نمایند که راه گذشتن شاه را باز نمایند و به این واسطه جمعی از زنان زیارت کننده خود را به زاویه حرم ما بین جنوب و مشرق کشانیده، رو گشاده و نیم رخ به انتظار دیدن شاه می ایستند.
صف اول این جمعیت زنانه موازی در و متصل به همین موزه از ذریح مطهر است که میرزا رضا بدانجا التجا آورده. شاه از زاویه مغرب و جنوب پیچیده، پیش از آنکه روبروی در رسیده از حرم بیرون برود، چشمش به جانب زنان افتاده، حواسش متوجه پیش روست و از طرف چپ به کلی غافل. در این وقت میان او و قاتلش بیش از یک قدم فاصله نیست. میرزا رضا بدون هیچ گونه مانع شاه را در کنار خود دیده، پشت به طرف زنها نموده، عریضه را در دست و تپانچه را زیر عریضه پنهان نموده، دست خود را دراز می کند که عریضه خود را به شاه برساند. تغییر وضع دادن او و دراز شدن دستش برای دادن عریضه، شاه را از توجه به زنان منصرف و به او متوجه می سازد. اما این توجه بیش از یک چشم بر هم زدن نیست که قلب او هدف تیر انتقام می گردد. پس از رسیدن تیر به قلب شاه، انقلاب شدید در حرم روی داده، زن و مرد فرار می نمایند. شاه بی آنکه سخنی گفته باشد، یک قدم به طرف در جنوبی برداشته، همانجا آهی کشیده، در حالی که همراهان می خواهند او را نگاه داشته باشند، بر زمین خورده جان می دهد و نعش او را می کشند به مقبره جیران که در فاصله بین الحرمین واقع است و اکنون جزو فضای مدفن اوست. میرزا رضا پس از کشتن شاه تپانچه را انداخته می‌خواهد فرار کند که بعضی از زوار او را نگاه داشته، خلوتیان و خدام رسیده، کتک زنان او را از حرم بیرون کشانیده به صحنه مقدس می‌برند. یکی از همراهان شاه کمی از گوش او را با قلم تراش بریده، خون جاری می‌گردد. مردم نیز به قصد کشتن او آزار فراوانش می‌نمایند. صدر اعظم در حالتی که با اضطراب می‌خواهد به حرم داخل شده از حال شاه خبر بگیرد، به هر ملاحظه باشد نمی‌خواهد میرزا رضا به این صورت به دست مردم کشته شود. فریاد می‌کند او را نکشید. کسی گوش نمی‌دهد. بالاخره فریاد می‌زند صدر اعظم می‌گوید او را نکشید. مردم اسم صدر اعظم را شنیده، دست از رفتار خود کشیده، قاتل را به دست مأمورین دولت داده، او را به محبس می‌برند. میرزا علی اصغر خان صدر اعظم اگرچه از رجال با سیاست درجه اول شمرده نمی شود، ولی دارای هوش و جربوزه سرشاری است. همان هوش ذاتی او را رهبری کرده، تذکراتی می دهد که از مانند او اشخاص این گونه تذکرها دور به نظر می آید. اول تذکر مانع شدن از کشته گشتن کشنده شاه است، بی آنکه معلوم گردد همدستان او کیانند. تذکر دوم آنکه قتل شاه را پنهان و او را به صورت زندگان به مقر سلطنت بازگرداند تا از انقلاب و اغتشاش منتظر الوقوع در این گونه مواقع جلوگیری شده باشد. صدر اعظم در این حال بیش از همه کس از دشمن دیرینه خود کامران میرزا که وزیر جنگ و حاکم تهران است اندیشه دارد. صدر اعظم می‌داند که در این موقع کامران میرزا می‌تواند دشمنی‌های دیرینه خود را درباره او تلافی نماید، خصوصا که او بر ضد سلطنت مظفرالدین میرزا می باشد و از هیچ اقدام برای رسیدن به مقصد دریغ نخواهد کرد. صدر اعظم برای جلوگیری از اقدامات این دشمن اگرچه یکی دو ساعت هم بوده باشد وقت لازم دارد. این است که از انتشار خبر قتل شاه پیش از ورود به شهر جلوگیری می نماید و برای تحصیل قدرت و رسمیت می خواهد اول ولی عهد دولت را با خبر نموده، کشته شدن شاه وقتی منتشر گردد که جانشین وی مشخص شده باشد. به هر صورت صدر اعظم در عین پریشان حواسی و با اسباب بسیار مختصر که در دست دارد، خود را نباخته دست و پای خیش را گم ننموده، مانند کسی که از پیش فکر عمیق در اجرای این نقشه نموده باشد، بعد از قرق نمودن صحن‌ها و بستن درها، جسد شاه را به این عنوان که در حال قشوه و ضعف است، در آغوش چند تن از خلوتیان از در کوچکی که در گوشه صحن معروف به صحن جیران است، بیرون برده، در کالسکی سلطنتی نشانیده، خود پهلوی مرده نشسته فرمان حرکت می دهد و امر و نهی می نماید. مردم که موکه به سلطنت را می بینند به صورتی که رفته باز می گردند. در کشته شدن شاه تردید نموده بلکه به زندگانی او امیدوار می گردند.
صدر اعظم به این ترتیب و تدبیر از هر حادثه خطرناکی جلوگیری نموده، بدن شاه را به امارت سلطنتی رسانیده، پیش از هر کار با تلگراف ولیعهد را که در تبریز است اطلاع داده، حکم تلگرافی بر صلاحیت خود برای هر گونه اقدامی که لازم بداند صادر کرده، با کمال قدرت در جایگاه شاه کشته شده و در مقام پادشاهی که بعد از مدتی خود را به اریکه سلطنت می‌رساند نشسته، کامران میرزا را با تهدید شدید به جای خود می‌نشاند و زمام امور لشکر و کشور را کاملا در دست اقتدار خود می‌گیرد و پایتخت را منظم نگاه می‌دارد. صفحه 147، فصل 22، سلطنت مظفرالدین شاه. مظفرالدین میرزا به این مناسبت که مادرش شاهزاده خانم است، بر برادران دیگر در رسیدن به مقام سلطنت تقدم جسته. این شاهزاده ذاتاً کمحال، دارای ادراک محدود و بی اندازه عیاش و خوشگذران است، به حدی که سلامت بدن خود را هم فدای شهوترانی نموده. ولیعهد در مدت طولانی اقامت آذربایجان بیکار و در حقیقت خانه نشین بوده، چه همه وقت در مقابل خود والی مقتدری را مانند فتح علی خان صاحب دیوان یا حسن علی خان امیر نظام و غیره می دیده است که نه تنها زمام کل امور ایالت را در دست داشته، بلکه در کارهای شخصی او هم دخالت و به عبارت دیگر به او للگی و تحکم می نماید. در صفحه 148، تصویری از مظفرالدین شاه نشان داده شده است. ولیعهد به واسطه نداشتن اجزای قابل و نارسایی تدبیر خود در اداره کردن امور زندگانی، همه وقت بی پول، معطل، سرگردان و گرفتار دست طلبکار است. ناصرالدین شاه که حب حیات و علاقه به طول عمر بر هر علاقه در وجودش غلبه دارد، ذاتاً به آن کس که در انتظار مرگ او نشسته توجهی ندارد، گرچه فرزند خود بوده باشد، و به علاوه به دو فرزند دیگر، مسعود میرزا و کامران میرزا، آنقدر بالو پر داده که در هوای سلطنت هم پرواز می نمایند و این خود مزید شکست بالی ولیعهد است. والی آذربایجان هم هر که باشد برای استقلال شخصی خود ولیعهد را درمانده و پریشان حال می‌پسندد. ولیعهد به واسطه این اسباب و اسباب دیگر که سرآمدش همان محدود بودن فکر اوست، در سالهای آخر عمر پدرش با نهایت فلاکت و پریشان روزگاری در تبریز امرار حیات می‌نماید. در این صورت چندان هم نمی‌توان او را ملامت کرد، اگر خود را در آغوش عیاشی و شهوترانی انداخته باشد. شکوه سلطنه مادر ولیعهد از زنهای محترم ناصرالدین شاه است و تعصب مذهبی زیاد دارد و در اختلاف شیخی و متشرعه که در این قرن بروز کرده و طریقه شیخی قوت گرفته است، شکوه سلطنه پیرو آن طریقه گشته. ولیعهد هم به متابعت مادر خود و منصوب او میرزا محمد خان امیرالعمرا که رئیس درخانه اوست، به طریقه شیخی متمایل شده، خود را بیش از آنچه هست مذهبی معرفی می نماید و به حاج محمد کریم خان کرمانی و اولاد او اظهار ارادت می کند. بهتر این است در این موضوع عبارت کتابی را که میرزا محمد خان مجدالملک نوشته موسوم به رساله غیبی اینجا نقل نماید. می نویسد: عنقریب ولیعهد دولت ایران را تشویقات اندرونی و بیرونی منصوبان امی او که امت معتبری هستند، شیخی مقتدری خواهند کرد و او را عصبیت این مذهب به عملی وامی دارد که از حوصله دولت و ملت خارج باشد و از برای ملت ولیعهدی تعیین می کند که مردود ملت بوده باشد. بالجمله ولیعهد با آن عالم عیاشی که در خلوت از هیچ گونه ارتکابی خودداری ندارد، در ظاهر نمازگزار و دعاخوان، روزه‌شنو، سید پرست، دعاگیر، نذر و نیازده می باشد، چون که شنیده است به این توسل ها می تواند تمام گناه های خود را آمرزیده شده بداند. ولیعهد اخلاق خود را از هر جهت به خلوتیان و نوکرهای مقربش نیز سرایت داده و این طبیعی است که زیردستان در اخلاق و آداب پیرو زبردستان خیشند. در سالهای آخرین ریاست درخانه ولیعهد به عبدالمجید میرزای عین‌الدوله رسید. این شاهزاده فرزند عضدالدوله نوه فتحعلی شاه قاجار است. در پیروی نمودن از اخلاق و عادات ولیعهد از دیگر چاکرانش کوتاهی ننموده، در این وقت پیشکاری کل آذربایجان را هم دارد.
در صفحه 150 تصویری از عین الدوله نشان داده شده است. دیگر از مقربان درگاه ولیعهد حسین پاشا خان ملقب به امیر بهادر جنگ می باشد. امیر بهادر جنگ رئیس کشیکخانه ولیعهد است. خود را در مذهب متعصب می نمایاند. این شخص اگرچه عامی است و از اوضاع روزگار بیخبر ولی کارکن و با عزم و استقامت است. از خانواده نظام العلمای تبریز چند تن پیر و جوان از مقربان ولیعهدند و نیز از اولاد حاج صدرالدوله اصفهانی، نواده های حاجی محمد حسین خان صدرعظم چند تن از خلوتیان و مقربان او می باشند. میرزا محمود خان حکیم الملک هم طبیب ولیعهد است و نفوذ تام در وجود او دارد. ولیعهد در میان اجزای خود یک سید محترم هم دارد که به او اظهار ارادت می نماید و این شخص آقای بحرینی می باشد. ولیعهد چون از رعد و برق و انقلابات هوایی ترسناک می شود به سید مزبور پناه برده در سایه ردای او وحشت خود را برطرف می نماید. سید و اولاد او هم ولیعهد را به اخلاقی که بیشتر موجب حاجتمندی او به ایشان و مزید استفاده نمودن آنها بوده باشد تشویق می نمایند. این مردم که سالها در آذربایجان در خدمت ولیعهد به فلاکت گذرانیده انتظار می کشیده اند ولیعهد شاه شود و به نوایی برسند، در این وقت با هواهای بلند، با آرزوهای بسیار، با کیسه های خالی و مغزهای پر از طمع مصمم آمدن به تهران و رسیدن به مقامات عالی می باشند. عین الدوله که اردوی ولیعهد در تحت ریاست او به مقر سلطنت می رسد، خود را از حالا صدر اعظم می داند. امیر بهادر جنگ خود را سپه سالار می شناسد. و بالجمله همراهان ولیعهد مشاغل عالی دولتی و فرمان فرمایی ایالات و ولایات را در میان خود در عالم خیال تقسیم نموده، هیچ کس از رجال ناصرالدین شاه را در مقابل خود قابل اعتنا نمی دانند. پس از رسیدن مژده سلطنت به ولیعهد به ضمیمه مبلغی پول نقد برای تدارک مسافرت، فرزند ارشد خود محمد علی میرزا را به جای خود نشانیده به جانب تهران رهسپار می‌گردد تا از تهران پیشکار کل به آذربایجان بفرستند. اینک به اوضاع تهران بعد از کشته شدن ناصرالدین شاه و پیش از ورود مظفرالدین شاه نظری باید کرد. بدیهی است تهیه فوق‌العاده که برای گرفتن جشن قرن دوم شاه مقتول در تهران و در همه جا دیده شده بود از میان رفته، زیانی بر دولت وارد گشته، سودی هم به کسی نرسیده است. کتاب دریچه‌ای به دنیای دانش و دانایی. صفحه 152. سفرای فوق‌العاده که برای تهنیت جشن به تهران رسیده یا در راه می باشند، مأموریت آنها تبدیل به تهنیت گفتن از تاجگذاری مظفرالدین شاه می گردد. در ایران در موقع تبدیل سلطنت غالبا انقلاب و اغتشاش روی می داده. اشخاص صاحب نفوذ و ستمگرانی که منتظر فرصت بوده اند از تجاوز نمودن به زیر دستان خود در این گونه مواقع دریغ ندارند. اما در حادثه قتل ناصرالدین شاه به جای هر گونه اغتشاش مترقب الوقوع، امنیت و آسایش حکم فرما می گردد. به دو سبب: اولاً که قتل ناصرالدین شاه، پادشاهی که 49 سال با کمال قدرت سلطنت نموده، عموم بزرگان و گردنکشان مملکت را دچار وحشت و اضطراب ساخته، به طوری که جرأت نمی کنند دست از پا خطا نمایند. دوماً که صدر اعظم در مدت 40 چند روز تمام استعداد و قابلیت خود را برای نگاهداری مملکت بروز داده، به حقیقت مملکت داری می نماید. صدر اعظم در مدت 1.5 ماه چنان با قدرت و مواظبت حکومت نموده که میتوان گفت در تمام مدت سلطنت قاجار نه ایران چنین حکومتی به خود دیده و نه تهران چنین مرکزیتی داشته است. شاهزادگان و رجال بزرگ دولت، مخصوصاً کسانی که میان آنها و صدر اعظم صفایی نیست، در این مدت کاملاً خانه نشین شده از مداخله در امور خودداری می نمایند. و اما قاتل شاه،
چنان که از سابق اشاره شد، ناصرالدین شاه همه وقت در موضوع مقصرین سیاسی این سیاست را به کار می برده که نسبت بابیگری و فساد عقیده به آنها بدهد. در این وقت هم همان سیاست به کار رفته. در تهران و همه جای مملکت شهرت می دهند کشندی شاه، بابی و ارتکاب این عمل از روی فساد عقیده بوده است. این سیاست نظر به سابقه‌ای که دارد و در اول سلطنت ناصرالدین شاه از طایفه بابی سوء قصدی به او شده، زود در ذهن مردم دور و نزدیک جای گرفته. تنها معدودی از واقفین سیاست می‌دانند کشندی شاه بابی نیست و اقدام به این عمل از روی فساد عقیده نمی‌باشد. بالجمله بطلان این سیاست در اثر تبلیغات مخالف از طرف بیداران ملت و در نتیجه استنتاق‌هایی که از قاتل مزبور به عمل آمده به زودی به عموم مسلم می گردد. نگارنده هم در ضدیت با این سیاست باطل از زبان میرزا رضا شعری ساخته منتشر می نماید تا مسلمانی و تشیع او ظاهر شده از هدف تیر تهمت بابیگری نجات یابد. شعر مزبور به فاصله دو روز به همت حاج محمد علی خان معروف به تفلیسی که یکی از آزادی خواهان است و در مجالس اعیان و اشراف مکرر حاضر می گردد، در تهران مشهور شده به ولایات هم می رسد. با این عنوان که میرزا رضا وصیت نموده این شعر روی سنگ قبر او نوشته گردد و شعر این است: محب آل محمد غلام 8 و 4، فدای مردم ایران رضای شاه شکار. و از دیگر حوادثی که بر نسبت بابیگری میرزا رضا مترتب می گردد، یکی این است که شاعری ورقا تخلص با پسرش به تهمت بابیگری در محبس دولت است. یکی از بستگان شاه ملقب به معین السلطان که می شنود کشنده شاه بابی است، بر تنفر او از هر بابی افزوده شده، برای اطفای حرارت قلب خود به محبس رفته، با حربه‌ای که در دست دارد اول پسر را پیش چشم پدر و بعد پدر را به قتل می رساند. و اما شمی از آنچه در استنتاقها از قاتل مزبور تراوش کرده است. باید دانست که صدر اعظم برای براءت ذمه خود از شرکت داشتن در قتل شاه، راه آمد و شد خواص را با میرزا رضا در محبس باز گذارده، چندان ممانعت نمی کند از دیدار او و شنیدن عقایدش. این کار را اگرچه او برای حفظ خود می کند، اما ضرورتاً برای بیداری ملت و برچیده شدن پرده از روی حقیقت امر سودمند است. خصوصاً که در میان استنتاق کنندگان اشخاص باهوش وطنخواهی هستند که می‌دانند چه بپرسند که جواب‌های وطن پرستانه قاتل مزبور در آگاهی مردم مؤثر بوده باشد. رساله‌ای که در موضوع استنتاق میرزا رضا به قلم میرزا ابوتراب خان نظم الدوله نوری که معاون نظمیه تهران است و خود به شخص مباشر استنتاق است نوشته شده، مطلب را نیکو ظاهر می‌سازد. از شاهزادگان و رجال دولت و حتی از خواجه سرایان هم با وی ملاقات نموده. میرزا رضا با هر یک به اقتضای استعداد او گفت و شنود کرده، آنچه می‌خواهند از زبان او بشنوند که دیگری را در این عمل شریک خود یا مطلع از قصد خیش بخواند کامیاب نمی‌گردند. و کشنده مزبور با قوت قلبی که نظیرش کمتر دیده شده، همه را به احساسات وطنخواهی، دشمنی با ظالم و دوستی با مظلوم نسبت می دهد. یکی از مستنطقین می پرسد: شاه اخیراً رئوف و مهربان شده بود، چرا او را کشتی؟ جواب می دهد: بلی چنین است، اما درخت کهنه‌ای بود که در سایه آن حیوانات موزی جمع گشته به مردم آزار می رسانیدند و دفع شرانها جز به قطع آن درخت ممکن نمی شد. به دیگری می گوید: صدای تپانچه من که بلند شد، تمام ستمکاران عالم به خود آمده به جای خیش نشستند. حاجی محمد کاظم ملک التجار که مردی حراف است، به ملاقات او رفته در ضمن صحبت می پرسد: کدام انوشیروان عادل را پشت دروازه تهران سراغ داشتی که ناصرالدین شاه را کشتی؟ میرزا رضا از شنیدن این سخن سکوت عمیقی کرده، زان پس میگوید: در این چند روزه در میان همه سخنها که از زبان هر کس شنیدم، سخنی به این درستی نشنیده بودم و نکته مطلب پوشیده نیست.
بالجمله تعیین آخرین تکلیف میرزا رضا موکول است به رسیدن شاه به تهران و صدور امر و اراده همایونی درباره او. موکب همایونی از تبریز دور و به تهران نزدیک می شود. عموم مردم در همه جا منتظرند ببینند مظفرالدین شاه پس از ورود به مقر سلطنت و بعد از سانحه قتل پدر به اقتضای افکار تازه که در عالم تولید گشته و ایران هم از آن افکار بلمره بی سر و صدا نیست، در تشکیل دولت جدید چه اقدامات اساسی می کند و اساس سلطنت را روی چه بنیان خلل ناپذیر می گذارد، رشته امور را به دست چه اشخاص می دهد و از خود چه قدرت، چه رعفت، چه عدالت بروز خواهد داد که دیگر خیال شاهکشی در دماغ میرزا رضاهای ایران تولید نگردد، خصوصا که تنظیمات تازه دربار را با انتظام امور مملکتداری به دست قدرت امین السلطان صدر اعظم می‌بینند و امنیت موقتی عمومی را که در اثر حوادث حاصل شده مشاهده نموده بر امیدواری‌ها افزوده می‌گردد. این است که با بیقراری جلوس مظفرالدین شاه را بر اریکه سلطنت انتظار دارند. اما از طرف شاه، مظفرالدین شاه هر قدر بخواهد اخلاق و عادات چندین ساله خود را تغییر داده، وضع زندگانی شبانه روزی خیش را عوض نموده، به رفتار و کرداری که مناسب این وقت و مقتضی این مقام است شروع نماید، امکان پذیر نیست. چه عادت؟ طبیعت دوم می شود و طبیعی تغییر پذیر نمی باشد، خصوصا که توأم شود با ضعف مزاج که لازمه‌اش ضعف فکر و اراده است. مظفرالدین شاه تصور می کند رسیدن به مقام سلطنت نتیجهش این است که با دست باز و اقتدار کامل به آنچه که تاکنون می پرداخته بهتر و خوبتر بپردازد. مظفرالدین شاه همان کسی که از صدای رعد و از جهیدن برق وحشت می نماید، البته از شنیدن صدای تپانچه شاهکش و برق گلوله‌ای که بر قلب پدر با اقتدارش رسیده بیشتر متوحش می گردد و اطرافیان تربیت شده به اخلاق او، خصوصا خلوتیان کودک صفت، هم برای حصول تقرب و رسیدن به مقاماتی که در نظر دارند، در مدد دادن به قوه واهمه او و در تشویق نمودن وی به مداومت کردن به کارهایی که به آنها عادت نموده است کوتاهی نمی نمایند. در این صورت اگر دوربین حساسی در برابر دیده گذارده از نزدیک احوال روحی شاه و همراهان و اوضاع ظاهری و باطنی اردوی همایونی را مشاهده نماییم، غیر از ناامیدی و باز هم ناامیدی چیزی دیده نمی شود. در صورتی که شخص خارج از جریان امور این احوال و این اوضاع را در دوربین خیال نمی تواند ببیند، صدراعظم که در مرکز سیاست نشسته با یک دست مملکت را می‌گرداند و با دست دیگر پادشاه را می‌کشاند تا به کرسی سلطنت بنشاند. البته بیشتر و بهتر احساس می‌نماید که احوال روحی شاه و همراهانش از چه قرار است. بلی، صدراعظم هر ساعت در روی صفحه های تلگراف که از اردوی همایون می رسد با تأسف آیه های یأس و ناامیدی را می خواند و با ذره‌بین دقیق بدبختی های خود و مملکت را در فاصله میان سطور اوراق مزبور مشاهده می نماید. صدراعظم با خانواده رضا قلی خان لله‌باشی که رئیس آنها اکنون علی قلی خان مخبر الدوله دارای مقام ارجمند و پدر اولاد برومند مانند سنیع الدوله و مخبر السلطنه و غیره می باشد، صفایی ندارد، ولی این خانواده با مظفرالدین شاه مناسبت خصوصی دارند. شاه از راه با تلگراف سنیع الدوله را به قزوین طلب می نماید. احضار سنیع الدوله همان اندازه که در قلب وطن خواهان حسن اثر نموده، تصور می‌کنند شاه می‌خواهد از شخص بصیر دانشمندی تعلیمات نافع بگیرد، در قلب صدر اعظم سوء اثر می‌نماید. چه اطمینان ندارد که شاه از زبان سنیع الدوله آنچه را از او متوقع است بشنود.
خلاصه صدر اعظم برای ورود موکب همایونی تهیه استقبال شایان دیده، تجملات سلطنتی را فراهم آورده، همه را برای تهیه پیشواز به کار می اندازد و اردوی مفصلی به ریاست جهانسوز میرزا که سال خورده ترین شاهزادگان است به قزوین می فرستد. در صفحه 156 تصویری از سنی الدوله نشان داده شده است. شاهزاده مزبور نخست مورد مرحمت خسروانه می گردد، ولی پس از پیشنهاد خیرخواهانه که می کند در موضوع برگرداندن جمعی از همراهان شاه از قزوین به تبریز برای خدمتگزاری ولیعهد تا اداره سلطنت به دست رجالی دایر بوده باشد که به مظفرالدین میرزا به چشم ناصرالدین شاه نظر نمایند، و پس از مشورتی که شاه با خلوتیان خود می کند، شاهزاده پیرمرد محترم مورد بی‌مرحمتی شده، در موقع ورود به خلوت شاه پاسبان دست رد به سینه او نهاده، شاهزاده با رنجش بسیار به تهران بازگشت می نماید. و البته این پیشنهاد هم بی دستور صدر اعظم نبوده است که او با شاه صحبت بدارد. بالجمله لوازم پذیرایی در تهران کاملا فراهم شده. خیابان‌های دارالخلافه را که محل عبور موکب همایونی است زینت داده آیین بستند و مقرر است روز 29 شهر ذی‌الحجة الحرام موکب مبارک به تهران ورود نماید. صدر اعظم با نهایت جد و جهد برای این روز مشغول تهیه پذیرایی است. به جهت حضور شاهزادگان و رجال دولت و اعیان و اشراف در باغ شاه بیرون شهر و در باغ گلستان مرکز سلطنت نقشه ها کشیده، تنظیمات مقرر گردیده، در صورتی که نمی دانند این تشریفات بیهوده و این تدارک ها بیفایده خواهد بود، زیرا که روز 28 به صدر اعظم خبر می دهند اعلی حضرت همایونی از ساعه ورود می فرمایند. صدر اعظم با کمال حیرت سر از پا نشناخته مهیای سواری و تشرف حضور همایونی در خارج شهر می گردد. اما پیش از آن که او سوار شود، شاه پیاده گشته و صدر اعظم پیش روی درب سردر امارت کریم خانی به زیارت شاه تشرف حاصل می نماید. بدیهی است این رفتار خائفانه که از وارث تخت و تاج جم به ظهور می رسد تا چه اندازه موجب برطرف گشتن هیبت و ابهت سلطنت از دلهای مردم می گردد. لوازم تشریفات ورود همایونی ناچیده برچیده می شود و صدر اعظم به اداء وظایف بعد از ورود شاه می پردازد. تا چند روز شاه مشغول پذیرفتن علمای اعلام، سفرای کرام و محترمین والا مقام است. نگارنده که مظفرالدین شاه را در ایام ولایت عهد از دور دیده، در این موقع در زمره تشرف جویندگان از نزدیک می‌بینم. شاه مانند کسی که در جایگاه عاریت نشسته باشد جلوس نموده، جمعی از روحانیان تشرف جسته و در هم و بر هم بر او گرد آمده، صدر اعظم عصای درشتی در دست مانند یساول پشت سر این حوزه در برابر شاه ایستاده است. صحبت مجلس تعریفی است که شاه از اقدامات صدر اعظم می کند و اظهار چاکری است که از صدر اعظم در مقابل عواطف ملوکان بروز می نماید. به ضمیمه بیانات تشکرآمیز و اظهار دعاگویی زیاد از طرف حاضرین پس از بیرون آمدن از محضر همایونی در حیات باغ گلستان شنیده می شود، یکی به دیگری می گوید آیا بهتر نمی بود اگر آن که نشسته بود عصا را در دست گرفته سر پا می ایستاد و آن که ایستاده بود به جای وی می نشست؟ تأثیر وضع محضر پادشاه را از این مذاکره در دلهای تشرف جستگان می توان احساس نمود. خلاصه روزی چند اعلی حضرت در شهر توقف نموده به واسطه گرمی هوا به ییلاق شمیران تشریف فرما شده تا اواخر ماه صفر 1314 در ییلاق توقف می نماید. مردم انتظار دارند یکی دو روز بعد از ورود موکب همایونی به قصاص نمودن قاتل پدر امر مبارک صادر گردد. ولی اعلی حضرت به احترام دو ماهه محرم و سفر که ایام روزخانی و عزاداری است، صدور این امر را موکول به اوائل ربیع الاول می نماید. صدر اعظم هم به این تأخیر بیمیل نمی باشد تا همراهان شاه نیز از زبان میرزا رضا آنچه را که دیگران شنیده اند بشنوند و بدانند کسی در کار قتل شاه شرکت نداشته است.
این است که مکرر او را در مجالسی که چند تن از شاهزادگان و رجال مخصوص شاه حاضر باشند آورده، استنتاق وی را تجدید نموده و نمی‌شنوند مگر آنچه از پیش شنیده شده است. میرزا رضا هم احتمال می‌دهد که مورد عفو پادشاه بگردد، ولی اینطور نیست و روز دوم ربیع الاول روز قصاص او مقرر می‌گردد. در شب این روز آخر مجلس استنتاق قاتل در حضور صدر اعظم و جمعی از وزرا و رجال مظفرالدین شاه منعقد شده، بیان که او بداند این شب شب آخر عمر اوست. پس از نیمه شب او را از امارت ارگ به سربازخانه میدان مشق می‌فرستند. روز پنجشنبه دوم ماه ربیع الاول 1314 در میدان مشق داری برپا نموده، اول طلوع آفتاب از دم سربازخانه تا پای دار دو صف نظامی کشیده شده، در حالتی که خلقی انبوه برای تماشا به میدان آمدند. میرزا رضا را از محبس درآورده از میان دو صف نظامی می آورند. چون به پای دار می رسد می خواهند طناب بگردن و ببندند، گویند سخنی به زبان آورده که حکایت از حال خود و حال مملکت می نموده، اما این عبارت به دست نیامده و بر صحت آن اطمینان ندارد. بالجمله در میان صدای موزیک که از اطراف بلند است و در هیاهوی تماشاچیان و سبقت گرفتن عکاسان بر یکدیگر برای برداشتن عکس بدن قاتل بر فراز دار دیده می شود که ریسمان قصاص بر حلقوم او فشار آورده در دم جان می سپارد. صفحه 159، فصل 23، میرزا آقاخان کرمانی و رفیقانش. میرزا عبدالحسین خان مدعو به آقاخان کرمانی که در فصل دهم و نوزدهم به شرح حال او اشارت رفته، اینک نزدیک 10 سال است در استانبول اقامت دارد. زبان ترکی استانبولی را نیکو فرا گرفته، زبان فرانسه را تکمیل کرده، در تاریخ و فلسفه و ادبیات تحصیلات زیاد نموده، با اشخاص بزرگ دانشمند خلطه و آمیزش داشته، افاده ها کرده، استفاده ها نموده است. میرزا آقاخان با میرزا حبیب دستان اصفهانی که یکی از ادبای عصر است و در استانبول اقامت دارد آشنا شده، مدتی در منزل او مسکن داشته. ادیب مزبور را در تألیف و تصحیح مؤلفات و مصنفات او و دیگر خدمات معارفی مانند ترجمه کتاب حاجی بابا و غیره مساعدت می نموده. میرزا آقاخان چنان که در فصل 19 هم نوشته شد، در روزنامه اختر استخدام قلمی حاصل نموده، ماهی 12 لیره از آن اداره معاش می گرفته و هم در مدرسه ایرانیان تدریس فارسی و عربی می نموده، از آن راه نیز ماهی 8 لیره کسر معاش خود را جبران می نموده است. میرزا آقاخان در مدت اقامت قسطنطنیه کتاب 8 بهشت، قهوه خانه، نامه سخن، تاریخ ایران موسوم به آینه سکندری، رساله خرید خوزستان ترجمه تلماک، انشاءالله ماشاءالله و غیره را تألیف می نماید. کتاب نامه سخن در احوال شعرای ایران در عصر هر سلطانی می باشد. این کتاب ناتمام مانده و همچنین از ترجمه تلماک قسمتی بیش نگارش نیافته. و اما رساله خرید خوزستان، موضوع این کتاب این است که مؤلف آن به فارسیان متمول ایرانی که در هندوستان اقامت دارند پیشنهاد می نماید اراضی اهواز را در خوزستان از دولت ایران خریداری نموده آنجا اقامت نمایند. از یک طرف پول گزافی یک مرتبه به دولت ایران برای آباد نمودن سایر قطعات مملکت می رسد. از طرف دیگر سرمایه بزرگی از اشخاص وطندوست با اطلاع به زمیمه دولت هنگفت به مملکت خوزستان وارد شده، سد اهواز را بسته و به فاصله کمی در کنار شط کارون مملکتی مانند کراچی و بمبعی دارای تمول سرشار و روح ایرانیت ایجاد می گردد.
بدیهی است این خیال از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی در عالم وطن پرستی یکی از خیالات عالی شمرده می شود و شاید روزی بیاید که این فکر عالی صورت خارجی به خود بگیرد. این رساله به هندوستان رسیده، فارسیان وطن پرست پیشنهاد مزبور را پسندیده برای پذیرفتن آن حاضر می گردند. خصوصاً که می بینند علاوه بر منافع مادی و معنوی که دارد، آب و هوای خوزستان شباهت به آب و هوای هند دارد و به واسطه دریا و شط العرب و رود کارون راه آمد و رفت باز و دایره تجارت عمومی دنیا بی‌محصور می‌تواند آن مملکت را در محیط خود گرفته استفاده بزرگ از آنجا بنماید. فارسیان در تعقیب این پیشنهاد با دولت ایران داخل مذاکره می‌شوند. ولیکن افکار دولتیان وقت به اقدام به این گونه مسائل اساسی موافقت ندارد و نتیجه گرفته نمی شود. میرزا آقاخان به کتاب آینه سکندری خود بیش از دیگر تألیفاتش اهمیت می دهد، چنان که به دوستان صمیمی تهرانی خود سفارش خواندن آن کتاب را می نویسد. میرزا آقاخان کتاب رضوان را که در کرمان شروع نموده و در اصفهان نیز چنان که در فصل دهم اشاره شد می نوشته در استانبول تکمیل می نماید. میرزا آقاخان به رسم قدیم ایران مصمم بوده به تقلید شیخ سعدی که دیباچه گلستان را به نام سعد زنگی نوشته، دیباچه رضوان را به نام شاه یا یکی از شاهزادگان و رجال معظم ایران بنویسد. ولیکن ستمکاری بسیار که از دولتیان دیده به حدی که او را به ترک یار و دیار واداشته، از این اندیشه منصرف نموده دیباچه مزبور را در قسطنطنیه به نام سلطان حمید خان ثانی می نویسد و چون انتساب دولت را بیان می کند می گوید فی دولت سلطانها عبدالحمید ثانی، و هم در وصف اوضاع طبیعی قسطنطنیه می نویسد در ساحات بهشت‌آسای آسیا چنین بوستان نعم و گلستان ارم ندیده بودم. بالجمله مؤلف مزبور کتاب رضوان را با دیباچه مشعشعی تقدیم سلطان حمید خان نموده، عطوفت سلطانی را به جانب خود جلب می نماید و مرسومی در مقابل این خدمت برای او مقرر می گردد. میرزا آقاخان چند سال در استانبول زندگانی با رفاه نموده، جمعی کثیر دوست و آشنای صمیمی از عثمانی و اروپایی و غیره به دست می آورد و هم در آنجا متأهل شده یک جهت قصد اقامت می نماید. و اما رفیقانش، نزدیکترین رفیقان میرزا آقاخان شیخ احمد روحی است که در کرمان علیف و حلیف او بوده. شیخ احمد چنان که در فصل دهم نگارش یافت، در ایام اقامت میرزا آقاخان در اصفهان از کرمان به آن شهر آمده، به اتفاق به تهران و با هم به قسطنطنیه رفتند. شیخ احمد به واسطه ذوق عرفانی و عربیت و ادبیات و حسن محاوره‌ای که دارد، نزد مشایخ و ارباب فضل عثمانی مقام و مرتبه یافته، در مدت اقامت استانبول زبان ترکی تحصیل نموده، زبان فرانسه را فرا گرفته، از معلومات جدید اطلاعاتی تحصیل نموده، او نیز تأهل اختیار کرده، مقیم قسطنطنیه گردیده است. شیخ محمود افضل الملک روحی و برادر دیگرش شیخ ابوالقاسم به دیدار برادر خود به استانبول رفته مدتی با هم زندگانی می نمایند. افضل الملک معلوماتش از شیخ احمد بیشتر و جامعیتش از وی افزون است. کتاب صد خطابه که تألیف آن به میرزا آقاخان نسبت داده می شود، افضل الملک آن را اثر خامه خیش می داند. دیگر از دوستان صمیمی میرزا آقاخان حاج میرزا حسن خان خبیرالملک می باشد. خبیرالملک از مأمورین دانشمند وظیفه شناس وطن پرست ایران است. مدتها در جده، در بصره، در استانبول و در جاهای دیگر جنرال قنسول بوده یا مأموریت‌های دیگر داشته. خبیرالملک هر کجا مأموریت نموده، خاطره‌های شرافتمندانه‌ای از خود باقی گذارده است. در حدود 1308 هجری به تهران آمده که در پاداش خدمات صادقانه که به دولت نموده، ارتقاء رتبه یافته، از خلوص نیت خود نسبت به وطن و از صحت عمل و وظیفه شناسی خیش استفاده نماید. محیط تهران را نامساعد با افکار خود دیده، بازار متاعی را که در دست دارد کساد یافته، با یک عالم ناامیدی به قسطنطنیه مراجعت می نماید.
نگارنده در ایام اقامت خبیرالملک در تهران مکرر با وی ملاقات کرده، او را شخص خوش‌محاوره وطن پرست، دارای خط و ربط وافی و قاعده‌دان، مؤدب و متین یافتم. خبیرالملک در قسطنطنیه مورد مرحمت سلطان شده، از طرف دولت خانه ملکی به او عطا و از جاریه های حرمسرا دختری به ازدواج به او داده شده. مختصر مرسومی نیز دربارش مقرر می گردد. پانویس: سلطان حمیدخان هر سال چند تن از دختران خوش‌سیما را که در خانه های رجال دولت برای تقدیم شدن به حضور خلیفه زنان تربیت می شده اند به حرمسرای پذیرفته و چند تن از آنها را که محل توجه نبوده اند به هر یک از رجال و محترمین که مورد مرحمت واقع می گشته اند به عنوان ازدواج می بخشیده. این از عطیه های بزرگ ملوکانه بوده و این زنان را جاریه های حرم می نامیده اند. ادامه متن. خبیرالملک پس از مراجعت به قسطنطنیه به سفارت کبرای ایران اعتنا ننموده، خود را از سفارتیان دور می‌گیرد و مخصوصاً به علاءالملک طباطبایی تبریزی سفیر کبیر سخت بی‌اعتنایی نموده، همه جا نام او را با تصحیف به زبان آورده، او را از خود بی‌اندازه آزرده خاطر می‌سازد. خبیرالملک با میرزا آقاخان خصوصیت زیاد حاصل نموده، در پاره از تألیفات او مانند رساله خرید خوزستان و غیره او را مساعدت می نماید. اینک به اجمالی از حال عمومی حوزه سید جمال الدین اشاره نماییم. در فصل 19 نوشته شد سید جمال الدین به امر سلطان انجمن اتحاد اسلامی در استانبول تشکیل داده. میرزا آقاخان و رفقای او در آن انجمن عضویت یافته با وی رابطه مخصوص حاصل می نماید. بدیهی است تشکیل انجمنی که رئیسش سید جمال الدین بوده باشد با دلتنگی شدید که از دولت ایران دارد و میرزا آقاخان و رفقای او عضو آن انجمن باشند، روابطش با سفارت کبرای علاءالملک چگونه و اقداماتی که از آن انجمن در راه اتحاد اسلام و اجرای مقاصد سلطان می شود، انعکاسش در دربار ایران به چه صورتی خواهد بود؟ دولت ایران هم که از یک طرف مساعدت فوق‌العاده سلطان حمیدخان را با انجمن مزبور دیده و از طرفی از جراحت‌های شدید که بر قلب هیئت رئیسه و اعضای عامله آن انجمن به دست دولتیان رسیده خبر دارد، ناتوانی خود را هم در مقابل توانایی امپراتوری عثمانی با پیرایه خلافت اسلامی که دارد می‌بیند. در این صورت البته حق دارد نگران بوده باشد. دولت ایران نه تنها به واسطه اطلاعاتی که از سفارت کبرای خود در استانبول می‌گیرد نگران می‌ماند، بلکه از بغداد نیز میرزا محمود خان قومی مشیرالوزاره کارپرداز دولت علیه بعضی از اوراق انجمن اسلامی قسطنطنیه را که به روحانیان عراق عرب نوشته شده به دست آورده به دربار تهران می‌فرستد و موجب مزید نگرانی می‌گردد و دامن می‌زند به آتش نگرانی‌های مزبور. نگارشات ملکم خان در روزنامه قانون بر ضد دولت و رابطه زیاد او با سید جمال الدین و میرزا آقاخان و رفقای او و هم نگارشات سید جمال الدین بر ضد شاه و صدر اعظم که اوراق چاپ شدهش به وسایل مختلفه در تهران و دیگر بلاد ایران منتشر می گردد، چنان که از پیش اشاره شد. بالاخره نگرانی دولت تخفیف می‌یابد به واسطه تغییراتی که در قسطنطنیه حاصل شده و در نتیجه سید جمال الدین و رفقای او اعتباری را که در دولت عثمانی داشتند از دست می‌دهند. شرح مطلب آن که سلطان حمیدخان ندیمی دارد در لباس روحانی، نامش شیخ ابوالهدا. ندیم مزبور شخصی بدفطرت، محافظه‌کار، منفعت پرست و بی‌نهایت حسود می‌باشد. تقرب سید جمال الدین را به سلطان نپسندیده، هرچه می تواند از وی سعایت می کند، به حدی که سلطان حمید خان را از همراهی با سید منصرف ساخته، سلطان نیز به واسطه پیش آمدهای ناگوار از اقدامات ارامنه و ترکان جوان بر ضد خود نگران است، به اندازه‌ای که دیگر امیدی به استفاده نمودن از اقدامات انجمن اتحاد اسلامی هم ندارد. در این صورت از سید جمال الدین و رفقای او خود را بی نیاز می داند.
صفحه 164. پاره اقدامات نیز از سید به ظهور می رسد که سخنان سعایت آمیز مخالفین خود را نزد سلطان سرسبز می نماید. مثلا خدیو مصر به قسطنطنیه می آید، هر قدر می خواهد به واسطه سابقهی که دارد به اجازه باب عالی با سید جمال الدین ملاقات نماید موفق نمی شود. بالاخره در کاغذخانه که یکی از نزهتگاه های قسطنطنیه و دور از شهر است، به طور خفا ما بین سید و خدیو ملاقات حاصل می شود. خبر به سلطان می رسد و موجب مزید نگرانی و دلتنگی او می گردد. همچنین سید عبدالله نام خادم مدینه منوره به استانبول آمده به سعایت محمد رشاد ولی عهد دولت نزد سلطان مبغوض گشته. خادم مزبور در منزل سید جمال الدین متحسن شده، دولت او را می طلبد و سید از تسلیم نمودن وی ابا نموده، بالاخره او را به خدیو مصر می سپارد تا با خود به مصر ببرد. در این ایام سلطان در اداره وسیع جاسوسی که برای اطلاع از اقدامات ارامنه و ترکان جوان تأسیس نموده، سید جمال الدین و دوستان او را نیز در تحت نظر و مراقبت جاسوسان می گذارد. بدیهی است این حوادث به سفارت کبرای ایران در قسطنطنیه فرصت و مجال می دهد بر ضد سید جمال الدین و رفقای او اقدامات بنمایند. علاءالملک در تعقیب تلگرافاتی که از تهران بر ضد سید جمال الدین و رفقای او می رسد با محمود پاشا مدیر ضبطیه و کلانتر استانبول که مرد بدنفس طماعی است خصوصیت کرده، او را به نشان بزرگ دولت تطمیعی نموده از او خواستار می شود که اگر به گرفتاری و تبعید سید موفق نگردد لااقل 2-3 تن از یارانش را دستگیر و به ایران بفرستد. ضمناً وعده می‌دهد که اگر دولت عثمانی این درخواست سفارت را بپذیرد، دولت ایران در مقابل این مساعدت، ارامنه‌ای را که بر ضد سلطنت عثمانی می‌باشند و به ایران فرار نموده‌اند، دستگیر نموده تسلیم مأمورین عثمانی می‌نماید. محمود پاشا با دادن راپورت‌های مجعول بر ضد میرزا آقاخان و شیخ احمد روحی و حاج میرزا حسن خان خبیرالملک که بیشتر از دیگران مبغوض سفیرند، خاطر سلطان را از آنها مشوش کرده او را به گرفتاری ارامنه امیدوار نموده، اراده سنیه سلطانی را بر ضد اشخاص فوق الذکر صادر می‌نماید، به این مضمون که اختیار رعیت ایران با سفیر ایشان است. در این احوال سانحه قتل ناصرالدین شاه روی داده. در استنتاق میرزا رضا معلوم می شود که او با شیخ ابوالقاسم روحی از استانبول حرکت کرده و با تذکره او خود را به ایران رسانیده. شیخ ابوالقاسم با تلگراف در کرمان محبوس می گردد و تا زمان صدارت امین‌الدوله در قید و بند است و بعد آزاد می گردد. امین السلطان که از میرزا آقاخان و رفقای او دلی پرخون دارد و در خصوص گرفتاری آنها و فرستادنشان به ایران اقدامات مجدانه از پیش کرده است و نتیجه‌ای نداده، فرصت و بهانه به دست می آورد. خصوصا که نوشتجاتی بر ضد شاه و صدر اعظم به خط 3 شخص سابق ذکر خطاب به رؤسای روحانی نجف اشرف در سایه بیوضعی پستخانه دولتی نجف به دست اسدخان نظام العلماء از نواده صدر اصفهانی و از دوستان امین السلطان افتاده به تهران فرستاده می شود و برای مدلل نمودن شرکت فکری داشتن آنها با میرزا رضا در افکار ضد شاه می تواند سندیت داشته باشد. امین السلطان آنها را به سفارت کبرای استانبول می فرستد و آن 3 نفر را جدن مطالبه می کند که به ایران فرستاده شوند. بالاخره مأمورین دولت عثمانی در 1 روز و 1 وقت به منزلهای اشخاص مزبور رفته آنها را دستگیر کرده، نوشتجاتشان را ضبط نموده و هر 3 را تحت الحفظ به ترابوزان می فرستند. سید جمال الدین با اینکه چندی است میانه او و این اشخاص آمد و رفتی که از پیش بوده باقی نمانده، بلکه اندکی دلتنگی هم حاصل شده، نزد سلطان رفته امر صادر می نماید آنها را از ترابوزان به استانبول عودت بدهند.
اما سفیر کبیر و محمود پاشا از هر اقدام بر ضد این امر دریغ ننموده اجرای آن را به تأخیر می‌اندازند. به این سبب توقف آنها در ترابوزان به طول انجامیده به استخلاص خود امیدوار می‌گردند. میرزا آقاخان پاره ای از تألیفات خود را از استانبول می‌طلبد که آنجا به اتمام برساند و دیگر نشانی از آنها به دست نمی‌آید و هم قسمتی از تاریخ منظوم موسوم به سالارنامه را در آنجا انشا می‌نماید تا موقعی که سفیر کبیر به واسطه به دست آمدن نوشتجات نجف یا به اسباب دیگر موفق می‌گردد به اینکه امر مجدد صادر می‌نماید، آنها را تسلیم مأمورین ایران نمایند، از آنجا به تبریز فرستاده می‌شوند و در تبریز گرفتار حبس شدید می‌گردند. میرزا آقاخان از ترابوزان مکتوبی به نگارنده نوشته از این جمله شروع می نماید. بعد از عنوان: بدیهی است ما را به عروسی به ایران نمی آورند، اگر می توانید چاره‌ای بیندیشید. در موقعی که می خواهند آنها را از ترابوزان به تبریز بفرستند، شیخ محمود افضل الملک و دوستانش به توسط سفارت کبرا و غیره هر چه می توانند کوشش می نمایند، بلکه نگذارند آنها را تسلیم مأمورین ایران کنند، ولی همه اقدامات بی نتیجه می ماند. میرزا آقاخان و رفقایش از ارزروم به توسط جواهری زاده ها تلگرافی به قسطنطنیه نموده برای استخلاص خود استمداد می طلبند. افضل الملک در تعقیب این تلگراف از سید جمال الدین درخواست می کند که او از سلطان استدعا نموده آنها را در ارزروم توقیف نمایند. سید پس از اندیشه مختصر به آرامی می گوید: اگر پسر مرا به مقتل ببرند و از یک کلمه شفاعت من او نجات بیابد، به کشتن او تن در می دهم و زیر بار آر و ننگ از دشمن خواهش نمودن نمی روم. بگذار آنها را به ایران برده سر ببرند تا در دودمانشان پایه شرف و افتخار بلند گردد. و هم نایب سفارت روس که از شاگردان شیخ احمد روحی است، در باب عالی و بابین همایون برای استخلاص آنها اقدامات می کند و ثمری نمی بخشد، چون که سلطان حمید شخصاً از آنها نگرانی حاصل نموده و به علاوه در مورد اتهام به شرکت داشتن آنها در قتل ناصرالدین شاه نمی تواند توجه عاطفتی به ایشان داشته باشد. بالجمله آنها را تسلیم مأمورین ایران در سرحد نموده به جلفا می آورند و از جلفا فتح الله خان کشیکچی باشی که از طرف دولت مأموریت دارد ایشان را تحویل گرفته به محبس تبریز می رساند. و اما سید جمال الدین بعد از واقعه گرفتاری دوستان خود از دولت عثمانی بیشتر مکدر شده، دشمنان و حاسدین او هم آنچه می توانند نزد سلطان از وی سعایت نموده بستگی میرزا رضا کشنده ناصرالدین شاه را به او خاطر نشان سلطان می نمایند و البته در وجود او بسیار بد اثر می نماید. بدیهی است سلطان حمید که گفتن کلمه آزادی و حریت و امثال آن در مملکتش تقصیر سیاسی شمرده می شود، نمی تواند با کسی همراهی کند که کشنده پادشاه با اقتداری مانند ناصرالدین شاه خلق شده افکار او بوده باشد. این است که ترتیب زندگانی سید بعد از گرفتاری رفیقانش برهم خورده، آمد و رفت زیاد که نزد او می شده منقطع می گردد. معیشتش ساده و مختصر می شود و بالاخره تأسف بسیار از نرسیدن به آرزوهای دیرینه خود او را علیل المزاج ساخته، پس از چندی به مرض خنازیر دار فانی را بدرود نموده در قبرستان معروف به درگاه یحیی افندی مدفون می گردد در سنه 1314 هجری. بعضی برانند سید به امر مخفی سلطان مسموم گشته و به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است، اما از تحقیقات دقیق که نگارنده در ایام اقامت قسطنطنیه از هر کس در این موضوع نموده و مخصوصاً از کسانی که تا آخرین نفس مراقب حال وی بودند، چیزی که بتواند این عقیده را تایید نماید به دست نیاورده ام.
اینک نظری به عاقبت کار گرفتاران تبریز نموده و به مناسبت مقام گوشه چشمی به دربار تهران افکنده نتیجه کشمکش امین السلطان را با رقیبان خود مشاهده نماییم. بدیهی است در این دولت دو برادر بزرگ شاه مسعود میرزا و کامران میرزا نمی توانند آشکارا با امین السلطان معارضه بنمایند و به همین دل شدند که کسی متعرض آنها نبوده باشد. ولی یکی از رجال محترم دولت بی نهایت طرف ملاحظه صدر اعظم است و آن میرزا علی خان امین الدوله است و دیگر دو شاهزاده محترم عین الدوله و فرمان فرما. این ستن هر یک جداگانه از ضدیت نمودن با صدر اعظم دریغ نمی دارند و می کوشند برای رسیدن به مقام او. صدر اعظم در ماه محرم و صفر یعنی در دو ماه اول سلطنت مظفرالدین شاه در ضمن هزار گرفتاری که دارد و بزرگترین آنها ابتلا به شخص شاه و همراهان گرسنه حریص اوست، خیال خود را از جانب سرقیب بزرگ آسوده می نماید. به این ترتیب که عین الدوله را خواه یا ناخواه به حکومت مازندران می فرستد. فرمان فرما را که بی نهایت به توقف تهران اصرار دارد به حکومت دارالخلافه منصوب می سازد. امین الدوله را هم نامزد حکومت آذربایجان می کند. امین الدوله با روابط معنوی که با حوزه بیداران تهران و قسطنطنیه داشته و با مناسبت‌های مخصوص که با ملکم خان دارد، بعد از شاهکشی میرزا رضا دشمنان او باید توانسته باشند او را متهم نمایند و به هر وسیله باشد خاطر شاه مرعوب را از وی برنجانند. ولی خیر، کسی به این کار موفق نگشته و به علاوه این دستور معظم طوری خود را نگاه داشته که اگر حوادث اخیر بر استحکام مقامش نیفزوده باشد از آن نکاسته است. امین الدوله هیچگاه حکومت ننموده و در میان همه درس‌ها که فرا گرفته این درس را نخوانده است، آن هم حکومت آذربایجان با وجود بودن ولیعهد جوان مغرور در آن ایالت. امین الدوله که با زندگانی ساده بی آلایش اروپایی منش صلح و سلامت طلب خود و مصاحبت‌های اخلاقی و ادبی تا کنون عمر خود را گذرانیده، اکنون والی آذربایجان می‌شود. بر حسب معمول، پیشخانه و پسخانه، سوار و توپ و تفنگ، فراش و میرغضب، شاطر و یساول، چماق نقره و غیره لازم دارد. در صفحه 168 تصویری از امین الدوله نشان داده شده است. امین الدوله مجبور است برای تدارک اردو دیدن و اسباب این سفر را هم فراهم نمودن کسی را که حکومت کرده، اردو زده و دارای کفایت باشد به پیشکاری خود برگزیند. برای این کار حاج میرزا محسن خان مظفرالملک را که با وی رابطه خصوصی دارد اختیار می نماید. امین السلطان در برگزیدن این والی دانشمند قانونی برای آذربایجان با وجود دشمنی‌های دیرینه که با او دارد نظر نداشته که او بتواند این بار را به منزل رسانیده این حکومت را به طور آبرومندی برگزار نماید. در این صورت از انتخاب این پیشکار که ممکن است موجب موفقیت امین‌الدوله بگردد دلخوش نمی‌باشد. صدر اعظم کوشش می نماید این انتخاب را برهم زده نگذارد مظفرالملک با امین الدوله روانه گردد، ولی چون علت معلوم است موفق نمی گردد. در ماه صفر 1314 امین الدوله با جلال و جبروت بسیار روانه آذربایجان می گردد. بیداران تهران و مخصوصا دوستان میرزا آقاخان خوشحالند که محبوسین سیاسی تبریز در سایه وطن پرستی و تجددخواهی والی آذربایجان و بعضی از همراهان وی اگر مستخلص نگردند از شدت حبس و قید آنها کاسته در رفاه و آسایش خواهند بود. ولی کامیاب شدن امین الدوله به فراهم آوردن اسباب مسافرت محتشمانه خود و اینکه شاید در سایه عقل و تدبیر و بی‌طمعی او و کارآمد بودن همراهانش آذربایجان هم منظم گردد، صدر اعظم را به خیال انداخته که در سعایت نمودن از او نزد شاه کوتاهی ننموده و شاید از گفتن این سخن هم دریغ نداشته باشد که امین الدوله با عقیده آزادی خواهی و با روابطی که با میرزا آقاخان و رفقای او از پیش داشته
ممکن است پس از ورود به تبریز اسباب آزاد نمودن محبوسین را فراهم ساخته و یا به کشتن آنها اقدام ننماید. در این صورت بهتر آن است پیش از ورود او به تبریز کار مقصرین ساخته گردد. از روی این سیاست و در تعقیب این سه آیت دستور مخصوصی برای کشتن آن ستن خطاب به ولیعهد صادر شده به توسط یکی از صاحب منصبان کشیکخانه موسوم به کرندیوز باشی از تهران به تبریز می فرستند. مأمور مزبور چنان که بیواسطه از زبان او شنیده شد دستور داد به سرعت تمام حرکت نموده پیش از ورود امین الدوله دست خط را به ولیعهد داده خدمت را به انجام برساند. اردوی امین الدوله نزدیک تبریز است. سوار حامل حکم قتل محبوسین از آنجا گذشته بی آنکه به اردوی امین الدوله وارد شود به تبریز رفته مأموریت خود را انجام می دهد. ولیعهد در همان شب که به ظاهر شب دوم ربیع الاول و فردای آن روز روز قصاص میرزا رضا است در تهران بر حسب امر دولت در پاسی از شب گذشته امر می کند سه شخص سابق الذکر را از سردابه‌ای که در آن محبوسند درآورده در همان باغ که منزلگاه شخصی اوست و اعتزادیه نامیده می شود در کنار باغچه زیر درخت نسترن یکی را بعد از دیگری سر می برند و کشنده آنها علی فرقین نامیده می شود. بالجمله امین الدوله به تبریز وارد می شود در حالتی که کار آنها گذشته از زحمت زندگانی و مخصوصاً از مشقت شدید محبس نجات یافتند. گفتم مشقت شدید محبس، بلی. یکی از رجال دانشمند آذربایجان حکایت می نماید در شب آخر عمر آنها چون کمی از شب می گذرد ولیعهد به من امر می نماید چراغی به دست گرفته به محبس بروم تا از محبوسین سوالاتی نموده جواب بگیرم. ولیعهد خود با من آمده پشت در محبس ایستاده به گفت و شنود ما گوش فرا می دهد. سردابی که موقتاً محبس گشته تاغنماهای آجری کوتاهی دارد که شخص نمیتواند زیر آنها بیان که گردن و شانه را خم نماید بنشیند. هر یک از محبوسین را در حالتی که کند در پا و زنجیر سنگینی در گردن اوست زیر یکی از آن تاغنماها جای داده نمیتوانند سر بلند نمایند. محبوسین شخص مستنطق چراغ به دست را میشناسند چنان که او خود میگوید. نظر به عقیده وطنخواهی که به او دارند از عقاید آزادی طلبی با وی سخن میگویند در صورتی که نمیدانند ولیعهد در عقب در از گفت و شنود آنها با خبر میگردد. حکایت کننده گوید مرا استراب شدید فرو گرفته ناچار به قطع نمودن دنباله سخن کوشیده عازم بیرون آمدن میشوم که یکی از آنها مرا خوانده میگوید اگر می دانستی این چه زنجیر است به گردن ماست آن را می بوسیدی و می رفتی. و هم از زبان طبیب مخصوص ولیعهد لقمان الممالک شرح وحشت و استرابی که آن شب در آن باغ پدید بوده و آه و ناله‌ای که از بعضی مقتولین و سخنان خشونت آمیزی که از بعض دیگر شنیده می شود با این حدس که خشونت کننده میرزا آقا خان بوده باشد حکایت کرده شده است. بالجمله این ستن در این شب کشته می شوند بیان که قبر آنها تا این وقت آشکار باشد. شنیده شد پوست سر آنها را کاه نموده به تهران می فرستند به توسط شخصی که رقم قتل آنها را برده بود. صفحه 171 فصل 24 اوضاع دربار و عزل امین السلطان. مظفرالدین شاه پس از 30 سال انتظار اکنون به تخت و تاج سلطنت رسیده در راه اقتدار نامحدود خود هیچ گونه مانعی نمیتواند ببیند و رشته امور را در دست رجال ناصرالدین شاه که همیشه از آنها ملاحظه داشته نمیتواند مشاهده نماید مخصوصا تحمل بی‌اعتنایی های صدر اعظم بر او ناگوار است. صدر اعظم در چند روز اول ورود شاه لازمه خدمتگزاری و فروتنی را به جای آورده در مقابل انتظار داشته عواطف فوق‌العاده مشاهده نموده باشد و ننموده است. صدر اعظم انتظار داشته از اختیارات مطلقه‌ای که دارا بوده است هیچ کاسته نگردد.
توقع داشته شاه هرچه به هر کس میگوید، هر وعده به هر کس میدهد، هر خصوصیت با هر کس میکند، همه با مشورت و بلکه با رخصت وی بوده باشد. البته این توقع از مظفرالدین شاه با توقعات بسیار همراهان او و نفوذی که در وجود شاه دارند بی موقع شمرده می شود. صدر اعظم کم کم دل سرد شده به شاه و همراهانش بی اعتنایی می نماید. به اندک چیزی که مخالف طبع او واقع شود خود را به ناخوشی زده از خانه در نیامده کارها از جریان خود باز می ماند. صدر اعظم در زمان ناصرالدین شاه این عادت را داشته و به واسطه ی عزمی که ناصرالدین شاه در نگاهداری او در مسند صدارت به خرج می داده به دلجویی و تفقد خاتمت می یافته. اکنون تصور می نماید از این عادت باز می تواند استفاده نماید، در صورتی که این کار بیشتر فرصت به دست دشمنانش می دهد. همراهان شاه با یک عالم آرزو و با هزار گونه گرفتاری به تهران رسیده اند. صد بزرگی را که میان خود و آرزوهایشان مشاهده می نمایند، وجود صدر اعظم است و بس. فرمان فرما حاکم تهران محرم شاه و همقطار قدیم با خلوتیان او نیز برای برهم زدن صدارت امین السلطان روز و شب کوشش می نماید. با این تفصیل صدر اعظم با نهایت بی‌اعتنایی امرار وقت نموده در عاقبت کار خویش اندیشه نمی کند و اینقدر حاضر نمی شود که پاره ای از کارها را از دست بستگان خود گرفته بعضی از همراهان شاه را راضی نماید. صدر اعظم در مجلس عام که صحبت از وبا و قرنطین به میان می آید می گوید قرنطین را در غافلان کوه باید گذارد و مرادش جلوگیری از بلای همراهان شاه است که از آذربایجان رسیده توقع‌های زیاد دارند. بدیهی است این گفتار و رفتار در میان این همه دشمن خاتمت دادن دوره ریاست او را نزدیک می نماید. این کشمکش دربار اساس کار دولت را از کشوری و لشکری متزلزل می سازد و انتظامی را که در مدت ریاست با اقتدار امین السلطان در همه جا حاصل شده بود مبدل به بی نظمی و اغتشاش می کند و بزرگتر چیزی که موجب پیش آمدن این اختلافات است خالی بودن خزانه دولت است از وجه نقد. شاه و همراهان او پول می خواهند، پول بسیار. نوکیسگان کیسه های خود را پر می خواهند. بی خانمان ها، خانمان، اسباب تجمل، وسایل عیش و نوش و همه چیز می طلبند. بالجمله همه می خواهند در زمان کم دارای همان مقام بشوند که نوکرهای ناصرالدین شاه در مدت 40-50 سال دارا شدند. شاه و همراهانش تصور می کنند از خزانه اندرون ناصرالدین شاه حاجتهای آنها برآورده می شود، در صورتی که در آن خزانه هم به زودی خواهیم دید که جز اندکی باقی نمانده است. صدر اعظم مانع است که برای انجام مقاصد همراهان شاه پرده‌ای که به دست قدرت ناصرالدین شاه کشیده شده و حقیقت خزانه خاص از خواص هم پوشیده مانده تصور می‌کنند پر است برچیده گشته تهی بودن خزانه مزبور بر همه آشکار گردد. اما طولی نمی‌کشد که در تعقیب تمارز آخرین او در ماه جمادی‌الثانی 1314 اراده همایونی به تغییر اوضاع و تبدیل اشخاص تعلق گرفته روز 16 ماه مزبور دست خط همایونی به مضمون ذیل صادر می‌گردد. چون امین السلطان از صدارت استعفا داده و مزاج او برای کار کردن سازگار نیست ما استعفای او را پذیرفتیم. امین السلطان بیفاصله با کمال نگرانی که از جان خود دارد از تهران به قم رفته در خانه‌ای که از پیش برای خود تهیه دیده اقامت می نماید. برادران و بستگان او همه بیکار و خانه نشین می گردند. فرمان فرما سپه سالار و وزیر جنگ می شود. علی قلی خان مخبر الدوله وزیر داخله. سنی الدوله فرزند دانشمند او وزیر خزانه و پست و گمرک. حاج میرزا محسن خان مشیر الدوله که سالها سفیر کبیر ایران در قسطنطنیه بوده وزیر خارجه، میرزا کاظم خان نظام الملک نوری وزیر مالیه و عباس میرزای ملکارا عموی شاه وزیر عدلیه می گردد. اگرچه فرمان فرما رسمن صدر اعظم و یا رئیس الوزرا نیست ولیکن خود را پیش انداخته به تمام کارها دخالت نموده به زمان بسیار کم اوضاع زندگانی خود را شبیه زندگانی کامران میرزای نایب السلطنه می نماید.
فرمان فرما برای راه انداختن چرخ دولت و راضی نمودن شاه و همراهانش به خزانه خاص ناصرالدین شاه دست دراز کرده، معدودی سکه طلا و نقره در آنجا دیده بیرون آورده و چون کافی نبوده از فروختن پاره ای از جواهرها از مروارید و غیره هم دریغ ننموده. حتی آنکه صندلی های طلای موزه همایون را شکسته برای سکه به زرابخانه می فرستد. فنجان و نعلبکی فیروزه را که از جواهرهای پرقیمت است به قیمت نازل می فروشد. قدح های طلای مینا شده دارای صورت جنگ های امیر تیمور گورکان را که ممکن است هر یک از آنها به بهای سنگین در بازارهای اروپا و آمریکا فروخته شود، در هم شکسته طلایش را سکه می نماید. و یا آنکه محرمانه خود ضبط نموده به وزن آنها طلای ساده می دهد ضرب نمایند، چنان که گفته شده است و حقیقت این قسمت بر من معلوم نیست. بالجمله در میان بیفکری شاه و طمعکاری همراهان شاه و سوء تدبیر فرمان فرما، پرده از روی کار دولت برچیده شده، ابهت دربار از نظرها می رود بیان که برای درد دست تنگی دولت از پول هم چاره‌ای شده باشد. چنان که مبلغ 800 هزار تومان وجه نقد که از حاج محمد حسن امین الزر به عنوان جرم زریه بدل وارد کردن و بیش از قدر حاجت پول سیاه سکه زدن گرفته می شود، به مصارفی بیهوده می رسد و به مالیه دولت کمکی نمی نماید. یک روز در مجمعی از وزرا و رجال دولت فرمان فرما می گوید، ما بر سر خزانه‌ای وارد گشتیم که مانند اناری بود که آب آن را مکیده و هوا به جای آن نموده باشند. یکی از حاضرین جواب می‌دهد، چه می‌شد که شما هم باد آن را خالی ننموده صورتش را نگاهداری می‌نمودید. خلاصه در میان وزیران کسی که از وضع دربار و از رفتار فرمان فرما بیش از همه ناراضی است، مخبرالدوله وزیر داخله است. مخبرالدوله شخص متین آبرومندی است. چگونه راضی می شود شریک دولتی بوده باشد که زمام اختیارش به دست فرمان فرماست و نتیجه اقدامات او رسوایی دولت و ملت و بدنامی تمام وزرا بگردد؟ مخبرالدوله در ظاهر کنار جویی کرده، در باطن معایب کار فرمان فرما را گوشزد شاه می کند. شاه به خیال خود یا به راهنمایی دیگری در نظر می گیرد امین‌الدوله را از تبریز احضار نموده مقام صدارت را به وی ارزانی دارد. 4 ماه رجب و شعبان و رمضان و شوال کار دولت و دربار با نهایت بیبندوباری می گذرد. شاه از فرمان فرما ملاحظه ندارد. فرمان فرما هم به شاه وقعی نمی گذارد. همراهان شاه و مخصوصا خلوتیان با فرمان فرما بزرگ شده، سر و سرشان با یکدیگر یکی است. رجال محترمی که عضویت دولت را اختیار نموده اند، سنخیتی با این دربار و این دولت ندارند. ناچار خود را کنار کشیده و می کشند. بالاخره دربار تهران رنگ خاصیت دربار ولیعهدی مظفرالدین شاه را در تبریز به خود گرفته، نزدیک است همه کس در همه جا از این دولت و از این سلطنت ناامید گردد. در ماه ذی‌القعدة الحرام که از کشته شدن ناصرالدین شاه یک سال می گذرد، می خواهند نعش شاه را که در امارت تکیه دولت امانت سپرده شده به حضرت عبدالعظیم برده در مقبره‌ای که ساخت و پرداخته گشته دفن نمایند. در ایام آخر ریاست فرمان فرما با تجلیل و احترام شایسته این کار نیز انجام پذیر می گردد. در این ماه دانشمند بزرگوار آقا میرزا ابوالحسن جلوه، فیلسوف معروف، استاد معقول نگارنده، در سن 80 و چند سالگی دار فانی را بدرود می نماید. فقدان استاد بزرگوار با انس و علاقه بسیار که نگارنده با وی داشته و با لطف و مهربانی زیاد که او به این بنده می نموده، موجب پریشانی و افسردگی از حد بیرون است. فقدان این حکم بزرگ نه تنها نگارنده و دیگر دوستان و تربیت یافتگان او را متاثر کرده، بلکه عموم دانشمندان مملکت را ماتم زده می نماید. و هم در این ماه مخبرالدوله وزیر داخله مستعفی بدرود زندگانی می گوید. اینجا لازم است به شمه ای از احوال خانوادگی هم بعد از سانحه قتل شاه اشاره نمایم. برادر بزرگ من که به امر زل سلطان از اصفهان تبعید گشته تا این وقت در تهران اقامت دارد. روابط پدرم با زل سلطان بالمره منقطع، امور خانوادگی در اصفهان در نهایت اختلال، خسارت بسیار متوجه دارایی و علاقه ملکی ما گشته است.
بدیهی است مباشرین کارها که چشم صاحب ملک را دور و او را از دارایی خود محجور می‌بینند و به علاوه حاکم مقتدر بلد را نسبت به مالک ملک خشمناک مشاهده می‌نمایند، از هر گونه حیف و میل و بی‌مراقبتی دریغ نمی‌نمایند. پس از واقعی قتل ناصرالدین شاه، البته ذل السلطان از بودن پدرم در تهران با قلبی مملو و از ملالت از او و با وجود حکومت امین السلطان و علاقه دوستی که او با پدرم دارد بیش از پیش نگران است و تصور می کند پدرم در این موقع از دشمنی های دیرین او تلافی خواهد کرد. ولی برعکس، پدرم از روی اخلاق کریمانه‌ای که دارد بعد از 2 سال متارکه سبقت نموده تعزیت نامه به وی می نویسد. ذل السلطان به ظاهر شرمنده گشته از گذشته ها اظهار پشیمانی نموده، به اصرار تمام برادرم را به اصفهان طلبیده، وعده تلافی و تدارک گذشته را می دهد. کتاب آینه حکمت و تجربه بشری است. صفحه 176. پدرم چنان صلاح می‌داند درخواست او را اجابت نموده، بلکه اندکی از خرابی‌ها که از دست این شاهزاده ستمکار به اساس زندگانی ما رسیده به دست خودش اصلاح گردد. این است که بدون هیچ شرط و قید و به هیچ گونه درخواست مساعدتی از دولت جدید، برادرم را به اصفهان فرستاده تدارک رفتار زمان گذشته را از شخص ذل السلطان می‌طلبد. بدیهی است در این وقت شاهزاده به ظاهر از هر گونه همراهی با خانواده ما دریغ ندارد، ولیکن آیا میتوان اطمینان یافت که در آینده هر کجا بتواند از بروز دادن کینه های دیرین دریغ نکند؟ جای تردید است. دیگر حادثه مهمی که در این ایام به خانواده ما میرسد و بدان سبب تغییر کلی در وضع خانواده حاصل میگردد، عارضه سکته و فلج ناگهانی است که بر مزاج پدرم روی داده، صحت او را مختل و تا زنده است او را علیل و گوشنشین میسازد. برهم خوردن اوضاع ریاست شرعی پدر، دوری جستن او از معاشرت با مردم، رفتن برادرم به اصفهان، ضرورتاً تکلیف آمد و رفت و وظیفه نگاهداری حقوق و حدود خانواده را به عهده نگارنده متوجه ساخته، ناچار باید به وظایف خود رفتار نماید. پدرم مرجعیت مهم نسبت به خاص و عام دارد. در تکلیفات روحانیت درس می‌گوید، امامت جماعت می‌کند و منبر خطابه و موعظه سودمندی دارد. نگارنده با اینکه از شغل روحانیت دوری جسته و می‌جوید، در این موقع ناچار است نگذارد به واسطه انزوای پدر این خانه به کلی از محل توجه عمومی بودن افتاده باشد. این است که در کار تدریس و وعظ و خطابه تا آنجا که طبیعت اقبال نماید اقدام نموده، به تدریج رویه پدر را به اقتضای زمان تغییر داده، می‌خواهد به سوی کارهای اساسی که موجب ترقی ملک و ملت و آبادی و آزادی مملکت است قدم بردارد و هرگز نمی‌تواند خود را قانع سازد به اینکه به اقتضای طبع عوام رفتار نموده، خدمتگزار اوهام کوته نظران و صاحبان افکار محدود بوده باشد. و اما افکار جدید. واقعه قتل ناصرالدین شاه و آنچه بعد از آن در دولت جدید پیش آمده در افکار تجددخواهان هیجان شدیدی تولید نموده، اوضاع سیاسی دنیا نیز به آتش این هیجان دامن می‌زند. افکار تازه در این مملکت در حالتی که محدود است، مانند مرغی که در قفس مانده باشد، خود را به هر طرف می‌زند که در فضای آزادی پرواز نماید. فداکاری‌های محیرالعقول جمعی از آزادی‌خواهان و برطرف شدن سد بزرگی که در برابر افکار تازه بوده، یعنی وجود ناصرالدین شاه به ضمیمه سلامت نفس جانشین او که نمی‌خواهد و نمی‌تواند سیاست صعب ناهموار پدر را تعقیب نماید، بال و پر بیداران و آزادی‌خواهان را گشوده، با نهایت بی‌صبری و در عین بی‌اسبابی که از همه بالاتر بی‌سوادی و بی‌علمی ملت است، می‌خواهند به‌زودی به همه جا رسیده دارای همه چیز بوده باشند. آزادی خواهان تصور می کنند به هوش آمدن چند تن در میان یک ملت خواب می تواند به زودی تأثیر بیداری خود را در تمام ملت هویدا سازد. غافل از آن که در زمستان هوای یک حجره را می توان گرم کرد بیان که در تغییر هوای دشت و هامون اثری داشته باشد.
ملتی که از 100 نفر یک تن با سواد ندارد، ملتی که از معلومات عصر حاضر تهی دست است، ملتی که خانه خود را نمی شناسد، چه رسد به شناسایی دنیا، ملتی که در سرتاسر مملکتش هنوز یک مکتب خانه به اصول جدید دایر نگشته، ملتی که روشنی افکار دانشمندانش تنها از پرتو نور افکار فلاسفه و عرفای عالی مقام است، بیان که هیچ گونه وسیله‌ای برای استفاده نمودن از روشنایی عصر جدید در دست داشته باشد، چگونه میتواند از تغییرات زمان و عزل و نسب این و آن استفاده فوری نموده خود را در جریان حیات بخش تمدن جدید عالم بیاندازد، با اینکه اخلاق سران و سرورانش هم در دایره مهذبی سیر ننماید. نگارنده نیز از همین مردم و پرورش یافته در همین آب و هواست، با احساساتی در آزادی طلبی و علاقمندی به وطن، و از روی همان احساسات هر راهی را که تصور کنم مرا به مقصد میرساند میپیمایم، هر دری را که گمان نمایم به جانب مقصود گشوده میشود میکوبم، بیان که در راه کسب جاه و مال قدمی بردارم. نگارنده هم مانند بسیاری از رفقا در تاریکی نقصان تجربه تصور می نمایم بیداری ملت، آزادی مملکت و بالجمله سعادت وطن و هموطنان در پس پرده نازکی است که چون آن پرده برطرف گشت، مملکت دارای همه کس و هر کس دارای همه چیز خواهد بود، و در این حال متحیر و سرگردانم که قوای فکری و جسمی خود را در چه راه به کار اندازم که در سعادت ملک و ملت مفیدتر بوده باشد، و بیش از همه چیز متوجه هستم به خدمت نمودن به دایره معارف عمومی و تربیت کردن پسران و دختران امروز و مردان و زنان فردا و پدران و مادران آینده. صفحه 178، فصل 25، امین الدوله و معارف عمومی. میرزا علی خان امین الدوله پس از سالها انتظار در ماه ذی‌القعدة الحرام 1314 مسند صدارت ایران را به عنوان وزیر اعظم اشغال نموده زمامدار امور مملکت می گردد. امین الدوله سالها نقشه اصلاحات ایران را روی صفحه خیال کشیده از افکار دانشمندان ایرانی اروپا دیده مانند ملکم خان و غیره استفاده نموده، با دیده روشن، با خیال آزاد، با اطلاع کافی از اوضاع دنیا و از احتیاجات وطن، میخواهد کشتی این مملکت را از چهار موجه حوادث از میان طوفانهای شدید به ساحل نجات برساند، در صورتی که کار آسانی نیست. امین الدوله سالها معاشرین و مصاحبینش منحصر بوده اند به معدودی از دانشمندان بیداران که از دور روشنایی قرن حاضر را در خارج دیده آرزو می نموده اند دریچه‌ای هم از آن روشنایی به این مملکت گشوده شود. امین الدوله در گوشه پارک مصفای خود با زندگانی با نزاکتی که داشته با اروپاییان و اروپایی منشان معاشرت نموده، به انتقاد از رجال دولت ناصری مخصوصا امین السلطان و خانواده او و به بروز دادن احساسات وطن دوستی و اصلاح طلبی مجالس و محافل خود را گذرانیده. امین الدوله در دوره سلطنت ناصری از روی افکار روشن خود و دوستانش مقتضی‌های اصلاحات را در نظر گرفته، بیان که به موانع آنها توجه کامل نموده باشد. قدرت شخصی ناصرالدین شاه هم همه وقت موانعی را که در راه شروع به اصلاحات بوده پشت سر نگاه می داشته، نمی گذارده است چندان برابر نظر بیاید. امین الدوله اگر وزیر اعظم پادشاه با عزم مقتدری مانند ناصرالدین شاه می بود و پادشاه حس اصلاح طلبی می داشت، می توانست به دست این وزیر مقاصد خود را نیکو انجام داده باشد. ولی اکنون وزیر پادشاهی است که نه دارای آن عزم است و نه صاحب آن اقتدار، و برفرض که دارای عقیده اصلاح طلبی بوده باشد و امین الدوله را قابل ترین رجال خود بداند، چگونه میتوان اطمینان یافت که چون این دستور دانشمند بخواهد به اصلاحات اساسی شروع نماید و موانع بسیار در راه او عرض اندام کند، پادشاه از دستور بالیاقت خود صرف نظر ننماید؟ بالجمله امین الدوله با وجود موانع بسیار که بزرگترین آنها سستی عزم شاه است و با کمی اسباب که سرآمد آنها تهی بودن خزانه دولت است، زمامدار امور می گردد. امین الدوله پیش از هر کار عذر فرمان فرما را از دخالت در امور و بلکه از اقامت در تهران خواسته، او را به حکومت فارس می فرستد. شاهزاده وجه الله میرزا ملقب به سیف الملک را وزارت جنگ می دهد.
میرزا ابوالقاسم خان همدانی ناصرالملک را وزارت مالیه می بخشد و برادر خود محمد تقی خان مجدالملک را در کارهای داخله دخیل می نماید. امین‌الدوله گمرک ایران را که همه وقت به اجاره داده می شد و دخلش به کیسه مباشرین می رفته به توسط چند تن مستخدم بلژیکی اداره می نماید و عایدات گمرک انقدر وجوه دولت می گردد. امین‌الدوله با یک دست کارهای جاری دولت و ملت را جابجا نموده و با تمایلی که در سیاست خارجی به انگلیسیان نشان می‌دهد از آنها نیز استفاده معنوی می‌نماید و با دست دیگر طرح اساس سعادتی برای ملت می‌ریزد که در حقیقت قابل ستایش می‌باشد. امین‌الدوله می‌داند درد ملت نادانی است و دوای آن دانایی. از این رو بیش از هر کار به معارف اهمیت می دهد و از همین نقطه نظر است که ستوده می شود. امین‌الدوله می فهمد مملکت مرد می خواهد، مرد علم و علم مکتب و مدرسه و این چیزی است که همه کس باید بفهمد. امین‌الدوله در چند ماه اقامت آذربایجان بهتر اقدامی که نموده تأسیس مکتبی بوده است به نام رشدیه به سبک جدید و چون عازم تهران گشته دانسته است رشدیه تبریز با نبودن او دوام نمی نماید. به این سبب مدیر مکتب را به تهران آورده که در مرکز به این کار شروع نماید. باید دانست که تا این تاریخ تدریس الفبای مقطع و تعلیم اشکال حروف در حال فصل و وصل معمول نبوده، بلکه به تعلیم و تعلم مبتدیان و تسهیل امر تعلیمات ابتدایی اهمیت داده نمی شده است. مکتبخانه های ابتدایی عبارت بوده از دکه هایی که در بازارها و سر گذرها و گاهی در مسجدهای کوچک برای تعلیم و تربیت کودکان دایر بوده. در مکتبخانه های مزبور حروف تهجی را به طفل یاد داده بیان که در ترکیب نمودن کلمات با صداها آموزگاران مکاتب خود قاعده‌ای در دست داشته باشند، چه رسد که آموزندگان را بیاموزانند. این است که نورسان پس از چند سال که عمر خود را در مکاتب مزبور صرف می نموده باز نمی توانستند عبارتی را صحیح بخوانند و بنویسند. بالجمله برای تحصیلات ابتدایی مشکلات بسیار در کار بوده و نقصان خط هم به واسطه جز نبودن اعراب و بودن نقطه های بسیار بر مشکلات افزوده است. در سالهای آخرین در تهران به تقلید اروپاییان بعضی از کتابهای ابتدایی برای نوآموزان ترتیب داده شده. اشکال حروف را با صداهای آنها در تحت قواعد مختصری درآورده، صورت حیوانات را برای شناسایی اطفال نقش کرده به طبع رسانیده اند. اما این کتب خوب دایر نگشته و معلمین ابتدایی سبک و سلیقه خود را برای تدریس الفبا کافی دانستند. این گونه اقدامات را فرنگی معابی نامیده غیر لازم تصور می نموده اند. بهترین آن کتاب ها تعلیم الاطفال تألیف میرزا محمود خان مفتاح الملک است. ولی معلمینی که در خارج ایران، در قسطنطنیه، در مصر، در هند، در بلاد قفقاز و غیره در تحت تنظیمات مکاتب خارجه به تدریس زبان فارسی می پرداختند، مشکلات کار را احساس نموده خود را مجبور می دیدند خط و زبان ما را از روی قاعده تدریس نمایند. از جمله کسانی که در این راه زحمت کشیده تألیف جامعی از خود به یادگار گذارده میرزا فتحعلی خان آخوندوف قفقازی است که در فصل نهم به نام او اشاره رفت. آخوندوف کتاب مفیدی در تعلیمات ابتدایی جامع تکلیف آموزندگان و آموزگاران تألیف نموده طبع و نشر می نماید به نام معلم الاطفال. این کتاب در مدارس روسیه یکی از سرمشق‌های تعلیم خط و زبان فارسی می گردد. و هم در استانبول میرزا حبیب دستان اصفهانی کتاب دستور سخن را به وجه نیکو تألیف می نماید. کتاب های فارسی و عربی و ترکیه مفید دیگر هم در مصر و هند و استانبول در این موضوع نوشته می شود. میرزا حسن نام از مردم آذربایجان که سر پرشوری دارد برای آموزگاری کودکان در قفقاز از کتب ابتدایی معلوماتی به دست آورده
چون امین الدوله والی آذربایجان شده، سیت معارف پروری او بلند می‌گردد. میرزا حسن هم کالای خود را به عرض والی معظم رسانیده، مورد توجه واقع و مکتبی به نام رشدیه به مدیری معلم مزبور دایر می‌گردد. لغت رشدیه اصطلاح عثمانیان است که یک صنف از مکاتب خود را به آن نام می‌خوانند. این اصطلاح از عثمانی به قفقاز آمده، از آنجا به تبریز رسیده است. مکتب ابتدایی تبریز رشدیه نامیده می شود و میرزا حسن مدیر مکتب به همین نام معروف می گردد. میرزا حسن مکرر مکتب رشدیه را تأسیس نموده، خسارت زیاد دیده و به واسطه مخالفت روحانی نمایان و اشخاص کهنه پرست محافظه کار برهم خورده است. اینک در سایه معارف پروری و قدرت والای آذربایجان به آرزوی دیرینه خود رسیده، مکتب را دایر نموده، کار خود را از پیش می‌برد و بالاخره برای انجام همین مقصد به تهران می‌آید. حاج میرزا محسن خان مظفرالملک که رشدیه تبریز از طرف امین الدوله به او سپرده شده است، در این وقت که مدیر مزبور را به تهران می‌فرستد، به نگارنده از وی سفارش می‌نویسد. مدیر رشدیه پس از ملاقات از افکار نگارنده آگاه شده، هم فکر و هم خیالی به دست می آورد. مدیر رشدیه مردی بلند قامت با صورت کشیده، محاسن تنک، دیدگان کبود، در کسوت روحانیان و معلوماتش در حدود تعلیمات ابتدایی است. امین‌الدوله بیداران تهران را در هر لباس که باشند به مساعدت در نشر معارف می‌خواند و همه را به همراهی با تأسیس مدارس جدید و تجدید اصول تعلیم و تعلم تشویق می‌نماید. تصورات من درباره امین‌الدوله این است که امین‌الدوله می‌خواهد سرهای افکار جدید را که تازه در این مدت به جنبش آمده و هنوز نورس و نارساست به سامان بگذارد. امین الدوله می خواهد از حرارت احساسات ناقص بی اساس که طلوع نموده استفاده کرده، سر آنها را به کار ترویج و توسعه معارف گرم کرده، در سایه این کار افکاری که قابل دخالت در سیاست مملکت بوده باشد بپروراند. امین الدوله می خواهد نه از افکار جدید جلوگیری کرده باشد و نه آنها را بی تکلیف و سرگردان بگذارد که خود را با نورسی و بی اسبابی به آتش دخالت در سیاست سوزانیده، مملکت را هم به مخاطره بیندازند. امین الدوله البته می داند تا ملت نداند چه می خواهد و چه می باید بخواهد، چه می کند و چه باید بکند، روی سعادت نمی بیند و این همه فرع دانشمندی است. از جاهل نادان غیر از جهل و نادانی چیزی تراوش نمی نماید. خلاصه جدیت امین الدوله در کار افتتاح مدارس تازه و توسعه معارف عمومی، گذشت از اینکه برای یک ملت اول قدم است که رو به سعادت برمی دارد، اساسی ترین کارهاست برای یک مملکت و بعد از حوادث اخیر در مقابل مختصر هیجان عقلانی که با بی تکلیفی در این مملکت خودنمایی می کند، بهتر سیاستی است که این دستور دانشمند اختیار می نماید. چنان که مشاهده می نماییم، طولی نمی کشد تمام افکار تازه و احساسات وطن خواهانی ملت از تیه خطرناک سیاست بازی رخت بیرون کشیده در وادی امن معارف پروری فرود می آید. امین الدوله مظفرالدین شاه را خاطر نشان می نماید که تنها نگاه دارنده او از حمله افکار تجددخواهان سرگرم نمودن آنهاست به توسعه معارف و یگان تحصیل نام نیک که شاه از روی سلامت نفسی که دارد به آن بی علاقه نیست، راه گشودن در معارف است به روی ملت. امین الدوله به شاه می فهماند پدرش هدف تیر بلا نگردید، مگر به واسطه ضدیت نمودن با افکار تازه و جلوگیری کردن از آزادی کلک و بیان و نطق و بیان نویسندگان و گویندگان. بالجمله روزی چند از مصاحبت امین الدوله با شاه نمی گذرد که خاطر شاه متوجه توسعه معارف و آزادی مطبوعات و برداشتن سد ممانعت از پیش پای افکار تازه می گردد، به حدی که هیچ کس به هیچ وسیله نمی تواند خاطر او را از این عقیدت منصرف نماید، خصوصا که می‌بیند پی در پی و از هر طرف در این کار ستوده می‌شود و از این روی اخلاصمندی ملت‌خواهان و وطن‌پرستان به وی متوجه می‌گردد.
توجه پادشاه، اهتمام فوق‌العاده وزیر اعظم در تأسیس مدارس جدید نه تنها افکار تجددخواهان را در دایره معارف تمرکز می‌دهد، بلکه بعضی از کهنه پرستان هم برای آنکه به شاه و وزیر تقرب جسته باشند، رنگ معارف پروری به خود داده، خاطرات این خیال مقدس وزیر اعظم بال و پر گشوده خودنمایی می‌نمایند. امین‌الدوله برای پیشرفت مقصد عالی خود همه را می‌خواند، همه را تشویق می‌نماید و معارف‌خواهان حقیقی را بیشتر و بهتر دعوت می‌نماید. امین‌الدوله در صدد است یک مدرسه ابتدایی به سبک تازه تأسیس نموده، آن را سرمشق برای دیگران قرار داده باشد. آن مدرسه رشدیه خواهد بود که قسمتی از مصارفش به عهده محصلین و قسمتی را از کیسه همت خود بپردازد. امین‌الدوله می‌داند در کار توسعه معارف عموم ملت باید شرکت نمایند و این باری نیست که سنگینیش تنها به دوش دولت گذارده شود. این است که در راه تشویق نمودن ملت دقیقه‌ای فروگذار نمی‌نماید. بدیهی است اشخاصی که تاکنون در کار تعلیم و تعلم رسماً دخالت داشته‌اند از این گونه افکار غالباً بی‌بهره بوده‌اند و دایره معلومات و احساسات آنها محدود بوده است. وزارت علوم در این وقت عبارت است از ریاست دارالفنون، همان مؤسسه علمی که در فصل جداگانه شرح حال آن را خواهید خواند. در این صورت پیداست وزارت علومی که کارش تنها ریاست دارالفنون است، آن هم دارالفنون لفظی، چه موضوعی خواهد داشت که بتواند سلسله جنبان اساس معارف وسیع عمومی بوده باشد. این است که در میان این هیاهوی فکری و احساسات معارف خواهی، جعفر قلی خان نیرالملک وزیر علوم از همه کمتر نام برده می شود و مثل این است که او هیچ گونه دخالت ندارد. از طرف دیگر فارغ التحصیل های مدارس عالی اروپا مانند علی خان ناظم العلوم گرچه معدود بوده باشند و نیم تحصیل کرده های اروپا و ایران به زمینه اروپا دیدگان و مخصوصا اعضا و مأمورین وزارت خارجه که بیشتر در خارج مانده و با خارجه ها معاشرت داشتند، خود را برای دخالت در کار معارف جدید اولا و احق دانسته به وزارت علوم بی‌معنایی که هست وقعی نمی گذارند. در میان مأمورین دولت کسی که بیش از دیگران دعوت وزیر اعظم را در مساعدت با تأسیس معارف جدید استقبال نموده برای اجرای این مقصد جد و جهد می نماید، میرزا محمود خان احتشام السلطنه است. احتشام السلطنه جوانی است بلند قامت، باریک اندام، با صورت بشاش، از تحصیل کردگان دارالفنون تهران، رئیس و معاون وزارت خارجه، از خانواده بزرگ و شخص کارآمدی به نظر می آید. و هم از رجال دولت کسی که صمیمانه در تأسیس معارف جدید کوشش می کند، میرزا کریم خان سوادکوهی، سردار مکرم می باشد. سردار مکرم شخصی کوتاه قامت، تنومند، خوش قیافه، معارف دوست، وطن پرور، دارای صفات و اخلاق پسندیده است. سردار مکرم از رؤسای معروف نظام و اکنون رئیس قورخانه مبارکه و رئیس مدرسه نظام و رئیس افواج سوادکوه است. دارای مکنت قابل می باشد. میرزا حسن رشدیه که در تبریز معارف پروری، مکتب دوستی و معلومات ابتدایی را منحصر به خود می‌دیده، در ابتدای ورود به تهران تصور می‌کند در تهران هم با توجه مخصوصی که وزیر اعظم به او دارد، در دایره معارف جدید مرجعیت خواهد یافت و شخص اول در این امر خواهد بود. ولی بروز احساسات معارف پرورانه در اطراف اقدام وزیر اعظم در کار توسعه معارف از اشخاص مهم که از هر جهت مخصوصا در مقامات علمی و در باخبری از اوضاع روزگار بر او تقدم دارند، به او می‌فهماند که در تهران او نمی‌تواند از تفرد و انحصار دم زده باشد. ولی چون تدریس الفبا به سبک جدید اختصاص به وی دارد، خود را امیدوار می نماید بلکه در سایه حاجتمندی که به او دارند، به مقامی که در نظر دارد رسیده باشد. صفحه 185، فصل 26، خیریه، رشدیه و انجمن.
پیش از شروع به مطلب باید از اقدامات سردار مکرم در باب دارالایتام کلمه چند بنگارم. میرزا کریم خان سردار مکرم در پرتو روشنی افکار عالی مقتدای خود حاج شیخ هادی نجم آبادی و در سایه طینت پاک خیش مدتی است در صدد است دارالایتامی تأسیس نموده بنای مخصوص برای آن ساخته قسمت مهمی از املاک و علاقه خود را وقف مؤسسه مزبور بنماید. سردار مکرم با پدرم الفت مخصوص دارد و عالم وطنخواهی و معارف پروری نگارنده را دوست می دارد. در این وقت که انتهاز معارفی شروع می گردد با جدیت قابل تمجید آماده انجام دادن مقصد مقدس خیش است. بدیهیست شیخ هادی نجم آبادی که از همفکران وزیر اعظم و نسبت به او سمت پیشوایی دارد بیش از دیگر روحانیان تجددخواه افکار معارف پرورانه سردار را ترویج می کند. سردار مکرم از وزیر اعظم رخصت طلبیده جمعی از دوستان معارف خواه را به خانه خیش دعوت نموده در کار تأسیس دارالایتام و بنای آن مشورت می نماید. این مجلس که در اواسط ماه رجب 1315 منعقد گردیده اول مجلس است که برای مشورت در کار معارف به صورت ملی منعقد می گردد. نگارنده نیز از دعوت شدگان می باشد. شاهزاده عماد الدوله نوه فتح علی شاه، حسین قلی خان صدر السلطنه نوری، میرزا محمود خان احتشام السلطنه، حاجی علی قلی خان سرتیب بختیاری، میرزا حسن خان شوکت منشی سفارت عثمانی در تهران، مدیر الدوله گیلانی، آقا میرزا حسن رشدی تبریزی و جمعی دیگر از اعضای وزارت خارجه و سایر دوایر دولتی در این مجلس حضور دارند. سردار مکرم مجلس را افتتاح و مقصد از انعقاد آن را بیان می نماید. مورد تحسین حاضرین گشته و مقرر می گردد بنای دارالایتام را به زودی تمام نموده مدرسه را دایر سازد. بنای مزبور در این مجلس به پیشنهاد نگارنده خیریه نامیده می شود. نگارنده نیز در آخر این مجلس به تقاضایی که می شود در موضوع مفاسد مکتبخانه های موجود و مزرعت های جسمانی و روحانی آنها و لزوم تأسیس مکاتب جدید مانند مکاتب ملل متمدن شرح مبسوطی بیان نموده نطق خود را به تمجید از سردار مکرم و به دعا بر موفقیت او در مقصد خیری که دارد پایان می دهد. حاضرین اظهار مسرت نموده نزدیک غروب آفتاب مجلس منقضی می گردد. هنگام بیرون آمدن از این خانه شخصی که تا آن وقت او را نمی شناختم از نگارنده برای مذاکره طولانی در کار معارف تقاضای ملاقات خصوصی می نماید. با او آشنا و همخیال می گردد. این شخص میرزا محمود خان احتشام السلطنه است. بالجمله سردار مکرم به تأسیس مدرسه خیریه پرداخته طولی نمی کشد بنای مدرسه را تمام نموده جمعی اطفال یتیم را در آن بنا خیر به طور شبان روزی نگاهداری و تربیت می نماید. از طرف دیگر امین الدوله در اراضی پارک مسکونی خود برای مدرسه رشدیه بنایی می نماید و موقتاً خانه ای اجاره کرده مدرسه را به مدیری میرزا حسن رشدیه با شور معارف پژوهان دایر می نماید. و هم انجمن معارفی از اشخاص معارف دوست در تحت ریاست جعفر قلی خان نیر الملک وزیر علوم به ترتیبی که نوشته می شود تأسیس می کند و در این ماه رجب امین الدوله از مقام ریاست وزرا به صدارت می رسد. در صفحه 187 تصویری از احتشام السلطنه نشان داده شده است. گرچه صدر اعظم اکنون در صدد نیست بیش از یک مکتب به نام رشدیه تأسیس نماید، ولی معارف پروران از روی احساسات خود به توسعه دادن دایره معارف بیشتر کوشش دارند تا به اساسی بودن اقداماتی که می نمایند. بدیهی است اگر مدرسه رشدیه را با اساس صحیح تأسیس نموده، قسمتی از آن را به صورت دارالمعلمین ابتدایی درآورده، جمعی از تحصیل کردگان جوان خوش اخلاق داوطلب شغل معلمی را به آموختن ترتیب تعلیمات ابتدایی و طریق مکتبداری به سبک جدید واداشته و در قسمت دیگرش یک عده اطفال مبتدی را تعلیم و تربیت می نمودند، به زودی جمعی معلم ابتدایی می داشتیم.
آنگاه به تأسیس مکاتب شروع می نمودیم. اما نظریات اعضای انجمن به اینجا منتهی می شود که به توسعه معارف بپردازند و ضمناً تحصیل اسباب نمایند. بالجمله میان مدیر رشدیه با جمعیتی که با او کار می کنند اختلاف نظر حاصل می شود و برای پایان دادن به این کار روزی صدر اعظم خود به مدرسه رشدیه رفته پیش قدمان از داوطلبان را جمع نموده اشخاصی را برای عضویت انجمن معارف نامزد می نماید. نام نگارنده نیز در میان برده می شود. بعد از این مجلس آقایان صورتی نوشته نزد صدر اعظم می فرستند تا امضا شده انجمن رسمیت حاصل نماید، بیان که نامی از نیر الملک وزیر علوم برده شده باشد و این کار به سعی احتشام السلطنه می شود. احتشام السلطنه می خواهد کار معارف جدید به صورت ملی جاری گشته از حوزه اختیارات وزیر علوم خارج باشد. احتشام السلطنه دو تن از اعضای وزارت خارجه را با خود همدست نموده در اجرای مقصد خیش با همراهی آنها کوشش می نماید و آن دو تن میرزا محمود خان مفتاح الملک و میرزا مهدی خان ممتحن الدوله می باشند. ورقه ای که نام اعضای انجمن در آن نوشته شده به صدر اعظم می رسد. صدر اعظم مقدم بر دیگر نامها نام نیر الملک وزیر علوم را نوشته ورقه را امضا نموده می فرستد. احتشام السلطنه و همراهانش مجبور می شوند وزیر علوم را به انجمن دعوت نمایند. به علاوه دعوتنامه رسمی انجمن را برای اعضا به امضای او بفرستند. در ماه شوال 1315 نخستین انجمن رسمی معارف با حضور وزیر علوم در مدرسه رشدیه منعقد می گردد. احتشام السلطنه به امر صدر اعظم کتابچه‌ای برای جمع نمودن وجه اعانه به جهت تأسیس مدارس ملی مرتب ساخته اول به حضور اعلی حضرت می فرستند. مظفرالدین شاه در آن دفتر 2000 تومان اعانه می نویسد و در زیر دست خط همایونی خط امین‌الدوله دیده می شود به این مضمون: این بنده درگاه برای این مقصد خیر 12000 تومان بندگی خواهم کرد. وزرا، امرا، اعیان و تجار به اهتمام قابل تمجید احتشام السلطنه هر یک به عنوان استمراری و غیر استمراری مبلغی در آن دفتر ثبت می نمایند. وجوه اعانه نزد احتشام السلطنه جمع می شود و این برای پیش قدمی و موفقیت او به اجرای مقاصد خیش وسیله بزرگی می گردد. مدیر رشدیه بودجه سنگینی برای مدرسه ترتیب داده، نهار مفصل به شاگردان و به معلمین و به عموم اجزا می دهد. یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.